هفته در پژواک، داستان زنی که از مرگ برخاست، و بحث هفته تکنولوژی در خدمت کلیسا. خب سلام میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحال هستیم که با برنامه پنجم پژواک خدمت شما عزیزان هستیم، خانه های گرم شما مهمانیم. چرا پنجم؟ برنامه پنجاه هفته است. من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، فریدورز انصاری هستم. این برنامه به طور زنده پنج شنبه شب به وقت ایران داره پخش میشه، ساعت 10:30 شب هست در ایران، و خوشحال هستیم که به طور زنده در خانه شما مهمان شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که ازتون بشنویم. این بحث امشب همینطور که ادوین جان گفتن یا توی برنامه پخش شد قبلش، شما هنوز نگفتید ولی من میگم، در مورد تکنولوژی در کلیسا هست و چگونه تکنولوژی داره خدمت میکنه کلیساها رو، بخصوص کلیسای ایران رو، برای رشدش، برای سالم موندنش. و میخوام در این مورد صحبت بکنیم و خطای تلفن هم بازه، دوست داریم که از شما عزیزان بشنویم. در حال عزیزانی که اهل وبگردی و وبلاگ و اینترنت و وبگردی، نه وبسایتی، وبگردی یک نوع وبگردی توی اینترنته. خب ولی عرضم به خدمتتون که هر کسی که دوست داره اهل اینترنت هست و اهل وبلاگ نوشتن هستید، برنامه فکر کنم خیلی باعث استفاده شما عزیزان بشه. چند تا وبلاگی هم هست که عزیزان برای ما فرستادن که این رو در طی برنامه اعلام خواهیم کرد. تلفن های ما باز است، اسکایپ ما امروز مخصوص اینترنته، مسنجر ما و فیسبوک ما آماده هستش که پیغام ها و سوال های شما رو دریافت کنه. بله عزیزان، با چند تا سلوحه آغاز می‌کنیم از اخبارهای دنیا، اخبارهای جدید و اخبارهای قدیم. من اخبار قدیمو چند تاشو بگم با اجازهتون؟ خواهش می‌کنم. یک شب مونده. ولی حدود امروز بود سال 1945 ادوین جان که بمب افکن 29 آمریکایی نخستین بمب اتمی رو روی ژاپن، روی هیروشیما انداخت. فاجعه بسیار بزرگی بود، ولی می‌دونید که انداختن این بمب باعث شد که جنگ جهانی تموم بشه، واقعا جنگی که بین ژاپن و آمریکا بود تموم بشه. ولی امروز سالگرد روزی هستش که متاسفانه این بمب استفاده شد. بله. ما دعا می‌کنیم که دیگه هیچ وقت از این بمب‌های اتمی استفاده نشه در تمام تاریخ انسانیت و در تاریخ دنیا. از نیروهای اتمی برای چیزهای مفید استفاده بشه. برای چیز مفید استفاده بشه که جای استفاده کردن مفید هم داره، و خدا رو شکر می‌کنیم که هستش و دعا می‌کنیم که همیشه باعث برکت باشه، نه باعث بدبختی و ذلت. خب خدا رو شکر، به فیض خدا. ما توی خبرهای چند هفته گذشته اعلام کردیم در مورد خانومی به اسم خانم سکینه آشتیانی که به جرم زنا گرفته شده بود و شلاق زده بودن و حکم سنگسارش رو اعلام کردن. خب این توجهات بین‌المللی رو به خودش جلب کرد و خیلی در موردش صحبت کردن. نکته جالب اینجا هستش که توی اخبارهای گذشته، اخبارهای اخیر، رئیس جمهور برزیل پیشنهاد داده که میتونه خانم سکینه آشتیانی رو در کشور خودش به عنوان پناهنده بپذیره. و این یک امیدی هست که برزیل با ایران وارد یه سری مذاکرات و برای درهای صحبت‌ها باز بشه. و خیلی جالبه چون که می‌دونیم ایران و ونزوئلا رابطه نزدیکی با هم دارن. با پرزیدنت شاوز رابطه نزدیکی دارن و شاید این قدمی باشه که بخوان، حالا نمی‌دونم آیا هدف برزیلی هستش که بخوان دهنکجی بکنن به ایران یا دارن می‌خوان همکاری بکنن. حالا گزارش‌ها میگن که در فکر همکاری هستن، ولی برای من این مقدارم جالب بود که چلا از این طریق، ولی به فیض خدا که برحال دعای ما این هستش که این نوع مجازات ها و این نوع سنگسار ها از کشور ما قطع بشه. بله. خب ادوین جان، اولین کسی که روی ماه قدم برداشت آقای نیل آرمسترانگ بود، یک فضانورد آمریکایی بود. امروز ایشون 80 سالشون شد. تولد 80 سالگی آقای نیل آرمسترانگ رو بهشون تبریک میگیم. بریم سراغ اخبار کالیفرنیا. خیلی سریع توی کالیفرنیا بیننده های عزیزی که شاید بدونن شاید ندونن، بین همجنسگراها مدتی هستش که صحبت هستش که میخوان ازدواج بکنن. دولت فدرال آمریکا گفته که خیر، ما به هیچ کس پرونده و سند ازدواج نمیدیم. و امروز ممنوعیت ازدواج افراد همجنس در کالیفرنیا لغو شد. یعنی یک بار دیگه در کالیفرنیا عزیزانی که افرادی که هم جنس باز هستن دو مرتبه قانونا میتونن برن ازدواج بکنن و خانواده تشکیل بدن و از مزایای دولت بهره مند بشن. و این سر صدا برپا کرده. دو دسته هستن در آمریکا، به خصوص در کالیفرنیا. یه گروه هستن که میگن که ازدواج باید بین زن و مرد باشه و این یک اصول اساسی خانوادگی هستش که طبیعت رو هم این رو به ما میآموزه. بله. و یه گروه هستن که میگن که خیر، باید آزادی باشه که هر کس بخواد هر کاری انجام بده. ما به عنوان ایمانداران مسیحی اعتقاد بر این داریم که ازدواج باید بین زن و مرد باشه. فقط خواستم برای شما بیننده‌ها بگم که بدونید که موضع ما چی هست. خدا رو شکر.
عرضم به خدمتتون پدر شما غیر از این قبول دارید؟ نه من اتفاقا همین رو قبول دارم و دعا میکنم که این تصفیب شده به نام امیدوار هستن که به هر حال یک جای جلوش گرفته بشه و حداقل این تمایلات کمتر بشه به خاطر اینکه واقعا خلاف کلام خداست و کتاب مقدس هم توی کتاب رومیان چقدر مشخص در مورد این مسئله صحبت میکنه. عرضم به خدمتتون پس اگر موافق باشیم بریم با هم ادامه اخبار رو نگاه کنیم و بعد برخواهیم گرد با شما عزیزان خواهیم بود. جنیفر عزیز با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من جنیفر هستم و از شما دعوت میکنم به اخبار این هفته توجه فرمایید. نخستین گزارش در مورد تلفات سیل پاکستان است که از شما خواهش میکنم به این گزارش توجه فرمایید. با وجود تلاش نیروهای امدادی، آمار تلفات سیل در مناطق سیل زده پاکستان از 1300 کشته و بیش از 1,000,000 بیخانمان فراتر رفته است. به گزارش مقامهای پاکستان، با ادامه عملیات بیوقفه نجات و کشف جسدها در مناطق آب گرفته این کشور، آمار تلفات از 1300 تن نیز فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است. بر پایه گزارش سازمان ملل متحد بر اثر این سیل، بیش از 1,000,000 نفر نیز در این کشور بیخانمان شدند. اداره ملی مدیریت بحران پاکستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد که بخش اعظم این تلفات مربوط به منطقه خیبر است. بر اساس این بیانیه 37 نفر در پنجاب، 19 نفر در بلوچستان، 32 نفر در کشمیر و دست کم 6 نفر در منطقه گیلگیت بالتیستان جان خود را از دست دادند. بارش باران و جاری شدن سیل در ایالت خیبر پختونخوا واقع در شمال غرب این کشور ارتباط 400 هزار شهروند این ایالت را با دنیای خارج قطع کرده است و هنوز سرنوشت تعدادی از ساکنان این منطقه نامعلوم است. بیشتر این قربانیان نیز از شهروندان مناطق شانگلا و سواد به شمار می آیند. این در حالی است که نیروهای امدادگر و سربازان ارتش پاکستان با وجود پایین آمدن تدریجی سطح آب به علت شکستن پل‌ها و ویرانی جاده‌ها نمی‌توانند خود را به سیل زدگان برسانند و به آنها کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خروج کلی نیروهای رزمی این کشور را تا پایان ماه اوت از عراق تایید کرد. لطفاً به این ویدیو که در این خصوص تهیه شده است توجه فرمایید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 2 آگوست ضمن اعلام بازگشت سربازان آمریکایی از عراق تأکید کرد که 50,000 نظامی آمریکایی همچنان در عراق میمانند تا بتوانند در موارد ضروری نیروهای انتظامی این کشور را برای مبارزه با تروریسم آموزش دهند. اوباما گفت که نظامیان آمریکایی در عراق وظیفه خطرناکی بر عهده دارند. وی توضیح داد باز هم افرادی خواهند بود که میکوشند با بمب و گلوله پیشرفت را در عراق متوقف کنند. حقیقت سخت این است که ما هنوز مرحله پایان قربانی شدن آمریکایی ها را در عراق ندیده ایم. رئیس جمهور آمریکا با یادآوری این نکته که در دوران مبارزات انتخاباتی خود پایان پرمسئولیتی را برای جنگ عراق وعده داده است تاکید کرد اندکی پس از آغاز دوران مأموریت خود استراتژی جدیدی را برای انتقال کامل مسئولیت به مردم عراق اعلام کردم. همچنین روشن کردم که مأموریت جنگی آمریکا در عراق تا 31 آگوست پایان خواهد یافت. اکنون مطابق برنامه دقیقاً همین کار را می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مأموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز به رغم مشکلات بزرگ با موفقیت‌هایی همراه بوده است. اوباما گفت ما با وظایف دشواری روبرو هستیم، اما مهم این است که آمریکایی‌ها بدانند در حال پیشرفت هستیم. ارتش آمریکا خودش را روی اهدافی روشن و قابل دسترسی متمرکز کرده است. پرزیدنت اوباما دسامبر سال گذشته در چارچوب استراتژی تازه افغانستان با اعزام 30,000 سرباز دیگر به افغانستان موافقت کرد. تقریبا همه این سربازان اکنون در افغانستان مستقر شدند. رئیس جمهور آمریکا درباره وظایف این سربازان گفت آنها در کنار همقطاران افغانی و بین‌المللی خود به صورت فعال علیه طالبان اقدام کردند. مصر میگوید ستیزه‌گران فلسطینی مسئول یک سلسله حملات راکتی به اسرائیل و اردن در این هفته هستند. خبرگزاری رسمی مصر روز چهارشنبه گزارش داد جناح‌های فلسطینی روز دوشنبه از نوار غزه 5 راکت را که به شهرهای عقبه در اردن و ایلات در اسرائیل برخورد کرد پرتاب کردند.
در این حملات یک تاکسیران اردنی کشته و دست کم 4 نفر را مجروح کرد. اسوشیت پرس به نقل از یک مقام امنیتی مصر گفت تکه های یک راکت ترکیده نشده در خاک مصر پیدا شد. گروه فلسطینی حماس که باریکه غزه را در کنترل دارد هر گونه مسئولیتی را در حملات تکذیب کرده است. یک سخنگو گفت هیچ جناح فلسطینی در خارج از سرزمین های فلسطینی عمل نمی کند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در روز سه‌شنبه 3 اوت از پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای گفتگوی مردانه با باراک اوباما درباره برنامه اتمی انتقاد کرد. پیش از احمدی نژاد در همایش ایرانیان خارج از کشور در روز دوشنبه 11 مرداد گفته بود سال گذشته قبل از اینکه به نیویورک برویم آماده گفتگو با آقای اوباما بودیم. اواخر شهریور امسال نیز قرار است برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک برویم. این بار نیز آماده هستیم با آقای اوباما رو در رو مردانه و آزاد در برابر رسانه ها مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. لطفاً به قسمت هایی از این سخنرانی های آقای احمدی نژاد توجه فرمایید. یک اعلام کردیم که آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الان هم من میگم ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. آیا دعوا سر اینه که مثلا ایران میخواد یه دونه بمب اتم بسازه؟ دیدید داستان درست کردن، سناریو درست کردن، چند تا جاسوس رد و بدل کردن، چند تا از هموطنهای ما رو گوشه کنار دنیا دزدیدند، بردن در شکنجگاه ها و حرفهایی رو رد و بدل کردند و اونها رو مجبور کردند. یه سری اسناد منتشر کردند. همین داستانی که آقا اسناد جنگ افغانستان، خب اینا که همه میدونستن اینا رو، الا اون دروغایی که راجع به ایران میخواستید توش بگنجونید. در 24 ساعت گذشته عراق شاهد ناآرامی‌های بسیاری بود. حملات تروریستی و بمب‌های کنار جاده باعث مرگ بسیاری از مردم عراق گشته است. لطفاً به گزارش کوتاهی در این رابطه توجه فرمایید. به گفته منابع امنیتی عراق در بمب‌گذاری‌ها، حملات و ناآرامی‌های 24 ساعت گذشته در این کشور چندین نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد مردان مسلح ناشناس با تیراندازی به یک مأمور پلیس در کرکوک در 250 کیلومتری شمال بغداد وی را زخمی کردند. از سوی دیگر مردان مسلح ناشناس در شهر کرکوک یک مرد مسیحی را از یک صرافی ربودند. در همین حال بر اثر انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک خودرو و پلیس در یوسفیه در 20 کیلومتری جنوب بغداد 7 مأمور امنیتی و 1 غیر نظامی عراق زخمی شدند. در رویداد دیگر انفجار 1 بمب در مسیر خودروی نظامیان عراق در غرب موسل منجر به زخمی شدن 5 پلیس و 2 غیر نظامی عراقی شد. در شرق موسل نیز 1 بمب گذار هنگام کار گذاشتن بمب به علت انفجار پیش از موعد جان خود را از دست داد. این بود اخبار این هفته شبکه محبت. در ادامه برنامه داستان زنی که بعد از مرگ به وسیله دعا زنده شد. بینندگان تلویزیون محبت، از شما دعوت می‌کنیم که برنامه پژواک را از طریق فیسبوک، یاهو مسنجر و سکایپ دنبال فرمایید. ایدی ما پژواک شو می باشد. علاقمندان برنامه پژواک، شما می توانید این برنامه را به صورت زنده هر پنجشنبه ساعت 10:30 شب به وقت تهران تماشا نمایید.
همچنین برنامه پژواک 6 بار در طی هفته تکرار می‌گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر این شبکه تماس حاصل فرمایید. خب با سلام مجدد به همه شما عزیزان و شما برادرای خوبم. سلام به شما خواهر عزیز ما و سلام مجدد به شما بینندگان. هفته پیش ازان بحثی که داشتیم، ممنون هستیم که از ما حمایت کردید و تماسایی گرفتید با همگی تونستیم صحبت بکنیم. این هفته بحث هفته در مورد چی هست جنیفر جان؟ در مورد اینکه تکنولوژی چطور در کلیسای به کلیسای ایران بیشتر خدمت کرده. آمین. به چه شکل؟ آمین آمین. ولی معمولا طبق رسومی که داریم در این قسمت برنامه، معمولا دو تا از سوال‌ها رو در میاریم. مدمین جان درسته؟ بله. و معمولا زحمت شما میکشین سوال‌ها رو در میاریم. مرسی از محبتت. دو تا از سوال‌هایی رو که شما عزیزان برای ما فرستادین، دو تاشو گلچین میکنیم میاریم و سعی میکنیم که با استفاده کردن و رجوع به کتاب مقدس پاسخ شما عزیزان رو بدیم. البته این هفته ما داریم، یکی از عزیزان زنگ زده بودم از سوال رو به صورت وایس میل گذاشته بودن، این سوال رو پخش خواهیم کرد. البته سوال رو بعد خواهیم خوند که بیشتر واضح تر باشه. اگر ایزان تو اتاق کنترل سوال رو برای ما پخش بکنم، ما روش خواهیم کرد. سلام، من یه مسلمانی هم که جدیداً با آیین مسیحیت آشنا شدم، خیلی علاقه دارم، ولی یه سوالی که دارم و اصلا ذهنم رو نمیتونم، یعنی پاسخش رو نمیتونم بگیرم، اینه که چطور میتونه عیسی مسیح یعنی خدا باشه ولی در کالبد انسان بیاد؟ مگه میتونه خدا محدود باشه؟ ما با فرضیات فلسفی نمیتونیم این موضوع رو ثابت، چجوری میخوایم ثابت کنیم؟ یعنی خدایی که بسیط، خدایی که قادر مطلق به همه چی احاطه داره، بعد بیاد در کالبد یک انسان محدود بشه؟ اینو من، این برام جا نمیفته و روح القدس هم درست درکش نمیکنم. یه مقدار در مورد تفسیر بیشتر توضیح بدید که آیا مغایرتی با خدای یگانه نداره؟ اینجوری یگانگی خدا زیر سوال نمیده. من مشکلم در مورد این فقط همین، اگر این حل بشه خیلی علاقمندم به این که مسیح به شما لنبشاره چجوری. خیلی ممنون. خب من یک بار سوال رو میخونم که شاید برای بینندگان عزیز واضح تر باشه، که تجسم خدا رو توضیح بدیم. آیا انسان شدن خدا باعث محدودیت وی نمیگردد؟ آیا بسیط بودن خدا با این کار مخدوش نمیگردد؟ اتفاقا جالب، پس شما دارین صحبت میکنین در مورد اینکه آیا خدا میتونه محدود باشه یا نه. اتفاقا حرفی که ما داریم میزنیم دوست گرامی هستش که خدا نامحدود لایتناهی هست و قوت خداوند اینقدر عظیم هستش که بتونه هر چیزی که در حسب ارادش باشه انجام بده. پس وقتی که ما در مورد پدر پسر و روح القدس داریم صحبت میکنیم، که میدونم جلسات زیادی ما در این مورد گذاشتیم و حتی برنامه های در مورد تسلیث رو میتونید در آرشیو برنامه های پژواک روی وبسایت پیدا بکنید که ممکنه باعث برکتتون باشه. هدف این هستش که واقعا خداوندی هستش که ما محدودش نمی‌کنیم. خداوند میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. ولی برای اینکه از کلام خداوند بیشتر بهتون پاسخ بدیم، می‌دونم که ادمین جان چیزی فراهم کرده که می‌خواد با شما در میون بذاره، باش ما میتونیم نظر خودمون رو به شما بدیم. صحبت اونقدر یه مقدار، یعنی سوال اونقدر عمیق هستش که جواب دادن تو این 2-3 دقیقه تقریبا غیر ممکنه. ولی این نکته رو که باید بهش توجه داشته باشین اینه که الوهیت خداوند هرگز مخدوش نمیشه، یعنی ذات خدا هرگز تغییر پیدا نمیکنه در تجسمی که اول این مشخص کنیم که پسر شخص دوم تثلیث انسان میشه، نه شکل انسانی به خودش میگیره، نه انسان جسم انسانی میپوشه، بلکه طبیعت انسانی هم بهش اضافه میشه بدون اینکه طبیعت الهی مخدوش بشه. حالا خب این سوال خیلی پرسش مقدار یا پاسخش خیلی احتیاج به توضیح بیشتری داره، ولی توی شورای کلسدان این رو اومدن این مقدار توضیح بیشتری یا تعریف مشخصتری رو کردن، چون ما تعریف برای این حقایق الهیاتی داریم اما توضیح نداریم. بله. که این مسئله هستش که ما توی این زمین نمونه ای ازش نداریم که بخوایم استفاده کنیم تا اون رو توضیح بدیم. توی شورای کلسدان گفتن که الوهیت مسیح بر انسانیت مسیح حاکم نمیشه در ذات عیسی مسیح، و یا حتی انسانیت مسیح بر الوهیت مسیح چیره نمیشه، یا این دوتا طبیعت با هم مخلوط نمیشن یا از هم جدا نمیشن. در این حالی که این دوتا طبیعت در عیسی مسیح وجود داره، طبیعت الهی، بدونید که طبیعت انسانیش رو زیر سوال ببرید، طبیعت انسانی طبیعت الهی رو تغییر بده، این دوتا در این حالی که با هم هستن ولی از هم قابل تشخیصن، ولی با هم مخلوط نیستن. اینه که توی شورای کلسدان این رو برای ما این مقدار بیشتر تعریفش رو مشخص کردن، ولی حقیقت امر اینه که خود پولس رسول میگه این یک سر عظیمی هست و ما هرگز قادر نخواهیم بود با این قالب‌ها و میزان‌هایی که توی این دنیا داریم
و توضیحات و تعریفاتی که برای ما قابل لمس این رو توضیح بدیم. ولی پاسخ سریع به پرسش شما این هستش که الوهیت مسیح، الوهیت خدا هرگز مخدوش نمیشه در این انسان شدن عیسی مسیح. دقیقاً جمله‌ای که این دوست عزیز تکرار کرده اینه که خب این قضیه اصلا با داده‌های فرض منطقی ما و فلسفی ما جور در نمیاد. من دوست دارم این سوال بکنم، کدوم بخش خداوند، کدوم صفت خداوند با تعریف‌های منطقی ما درست در میاد؟ آیا میشه اصلا خداوند رو در این قالب ها قرار داد که بشه حالا این قسمت رو توضیح داد؟ من به نظرم اگه خدایی رو که بشه به داده‌های منطقی یا فکر انسانی محدود من توضیح داد، فکر نمی‌کنم دیگه اسمش رو بشه خدا گذاشت. ما انسان هم بخصوص وقتی که با منطق خودمون رجوع می‌کنیم، فکر می‌کنیم که از طریق فلسفه یا از طریق علم باید توضیح بکنیم همه چیز رو، ولی به جای می‌رسیم که دیگه راست آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. شما دانشمندا سلول‌ها رو وقتی که می‌شکافن میرن پایین‌تر به قسمت‌های مختلفش که می‌رسن، باز می‌بینن که قسمت‌های عمیق‌تری وجود داره و هر جا که قدم برمی‌داریم یک شاهدی هست، یک شهادتی هست از حضور خدا، از جلال خدا، از ابهت خدا. پس بنابراین همینطور که ایزان گفتن، ابهت جلال و برکت خداوند و اصلا حضور پرجلالش شهادتی و گواهی به این هستش که خداوند در همه جا دیده میشه، در همه جا لمس میشه و 100% همون چیزی هم که اینجا گفتن که الوهیت، ذات الوهیت خداوند عوض نمیشه. عیسی مسیح 100% خدا، 100% انسان. یه نکته هم جنیفر خیلی جالب بهش اشاره کرد، ما در مورد صفات خدا صحبت میکنیم انگار همشو میدونیم، در مورد خدای دانای مطلق یا قادر مطلق صحبت میکنیم انگار که اصلا برای ما مطلق معنی داره. ما انسانایی هستیم که خیلی محدودیم. البته خب با یک نسبتی از نیکویی و قدرت رو دانش رو داریم و البته شاید اون همون تصویر خداوند هستش که در ما قرار گرفته، ولی هیچ وقت ما کلمه مطلق رو نمیفهمیم. خدای لایتناهی اصلا برای ما معنی نداره. شاید سعی میکنیم اونو بفهمیم ولی هرگز قادر نخواهیم بود این رو توضیح بدیم. این فقط این نکته رو میخوام یه بار دیگه یادآور بشم، ما برای خیلی از مسائل الهیاتی تعریف مشخص داریم، کلیسا به یک تعریف واضح مشخص و واحد رسیده، ولی به خاطر اینکه ما در مورد ماورالطبیعه صحبت میکنیم هرگز قادر نیستیم به صورت کامل اون رو توضیح بدیم. مثلا ما اگه میگم در ذهن عزیزانی که از طریق علم بخواد چیزی توضیح بکنیم، ما بیشتر چیزهایی که از نظر علم به دستمون هست بهشون به عنوان تئوری روبرو میشیم. اگه کتابهای زیست شناسی بخونیم، کتابهای فیزیک بخونیم، هر چیزی که بخونیم اسمشون هست تئوری، حتی تئوری فیثاغورس داریم. تئوری 100% اگه جمله تئوری بخواید باز بکنید، یعنی کلمه تئوری بخواید باز بکنید، می‌بینید که بیانگر این هستش که 100% 100% نیست، یک حدس هست. پس بنابراین حتی فکر ما انسان‌ها در میمونه که بخوایم دنیای خودمون رو توجیه بکنیم، چه برسه به ذات کبریایی خداوند. یک بار ادوین یه توضیح خیلی قشنگی داد، برای من خیلی قشنگ اینجا افتاد که اگر ما یک خودکار رو بر روی کاغذ بندازیم، فقط یک قسم این کاغذ فقط یک بخشی از این خودکار رو لمس میکنه و ما هر چقدر اینو بچرخونیم باز در آن واحد فقط یک قسمت از این خودکار قابل لمسه برای این کاغذ و شاید این کاغذ نتونه تمام این خودکار رو در آن واحد لمس بکنه و تشخیص بده این یک خودکاره، شاید یک سطحه، حالا یه ذره تشخیص میده گرده، یه ذره صافه، حالا یک برآمدگی داره، ولی در کل شاید نتونه تجسم بکنه که این خودکار میتونه چی، این اصلا خودکاره یا به چه شکل کاملا میتونه باشه. دقیقاً دنیای خداوند و دنیای ما هم به این شکله که ما در هر قسمت از زندگیمون فقط یک بُعد از خدا رو داریم میبینیم، ولی اون تجسم کامل اون رو دقیقاً نمیدونیم که چی میتونه باشه و این همین قضیه است که خدا رو برای ما نامحدود میکنه و میتونیم تعریف فای زیبا و زیادی رو ازش داشته باشیم. خدا رو شکر که خدای ما خدای نامحدود و قابل شناخت. چقدر سوال قشنگی کرده دوست عزیز ما. چقدر سوالتون قشنگ بوده و چقدر ممنون هستیم که وقت گذاشتید، به ما تماسی گرفتید و سوالتون رو روی انسرینگ ماشین برای ما گذاشتید. سوال بعدی عزیزان. سوال بعدی نمیدونم روی تصویر همین بخونیم چون ویدیوش هم جفت شکی بود. به نظر میاد تثلیث، وحدانیت و بسیط بودن خدا رو زیر سوال میبرند. چگونه میتوان تثلیث را توضیح داد در حالی که با این مطلب در تضاد نبود؟ سوال مطلب یا واژه هایی که اینجا استفاده کردن دوست عزیزمون واژه هایی هستن که در الهیات برای ذات خدا استفاده میشه. وقتی که در مورد بسیط بودن خدا صحبت میکنیم، به انگلیسی میگیم خدا God is simple و از ترکیب خدا نداره. خدای ما خدای مرکبی نیست، خدایی هستش که خدای بسیطی هست، سیمپل هستش. و البته توی ایمان مسیحی خیلی از باورهایی که یکتا پرست هستن
به خدای بسیط باور دارم، ولی در ایمان مسیح ما یک تجربه دیگه‌ای هم داریم که در طی تاریخ خودش رو وقتی که خدا به ما آشکار میکنه این قسمت از ذات خودش هم به ما نشون میده و میگه من خدای بسیط هستم، در این حال در ذاتم کثرت وجود داره. این سوالی هستش که خیلی از فیلسوف‌ها در طی تاریخ باهاش کلنجار میرفتن تا بفهمن که چطور میشه وحدت یونیتی توی دنیا باشه در این حال این وحدانیت و هماهنگی که در دنیا هست این همه تنوع باشه. ما کلمه یونیورسیتی هم از دو کلمه ترکیب دو تا واژه یونیتی اند دایورسیتی داریم که یونیورسیتی به وجود میاد. دنیا هم به همین صورت وقتی فلاسفه به دنیا نگاه می‌کردن یک وحدانیتی که هماهنگی یک نظم خاص رو می‌دیدن، در این نظم خاص می‌دیدن که تنوع بسیار زیادی وجود داره. ذات خداوندمون هم دقیقاً به همین صورته. ما خدایی رو داریم که این خدا ذاتش بسیطه و به قول معروف سیمپل هستش، ولی در این حال ما ببینیم که این خدا خودش رو در طی تاریخ در اشخاص مختلف در اغنوم مختلف خودش آشکار میکنه. خدای پسر، خدای پدر، خدای روح القدس. بازم همین توضیح رو که در مورد ذات مسیح داریم در مورد تثلیث داریم که این سه شخص از هم با هم این سه شخص با هم ادغام نشدند، سه شخص منفک نیستند ولی قابل تشخیص و تمایز از یکدیگر هستند. پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، روح القدس پسر نیست. این رو ما باید بفهمیم. البته باز آخر تمام این صحبت ها و ریسرچ هایی که در مورد کلام خود در مورد تثلیث میکنیم باز به این حقیقت میرسیم که ما یک تعریف مشخص در مورد تثلیث داریم ولی هرگز قادر نیستیم تا این حقیقت الهی رو، مکاشفه الهی رو توضیح بدیم. چند وقت پیش دیروز بود یکی از سرودنامه های ایران رو میخوندم و میگم که ما چقدر احتیاج داریم توی کلیسای ایران رشد بکنیم توی این قسمت. یکی از سرودنامه های ایران توش همین میگفت پدر پسر شد، پسر پدر شد. ما همچین چیزی رو بهش باور نداریم و باید آگاه باشیم که پسر روی صلیب رفت نه پدر. و این یک حقیقتی است که کلام خود بر ما باز کرده. خدای ما خدای است که ذاتش بسیطه، در این حالی که بسیطه کثرت هم در ذاتش وجود داره. یک ویدیو ما انجام دادیم، یک مصاحبه با دکتر فاتحی عزیز، برای دکتر فاتحی عزیز مصاحبه انجام دادیم که دوستان عزیز اگه بخوان بیشتر در مورد تثلیث بدونن از شما دعوت میکنن که به وبسایت محبت سری بزنید www.mohabbat.tv روی بخش آرشیو اگر کلیک بکنید اونجا ویدیویی هست به نام تثلیث و تثلیث چیست. یک ساعت برنامه هست با دکتر فاتحی که فکر میکنم باعث برکت شما باشه، چون اینجا وقت واقعا محدود هستش که واقعا درش در عمقش رفت، ولی دعا میکنم که این باعث برکتتون باشه و بتونه سوال شما رو جواب بده. من یه چیز کوچیک در تایید حرفای ادوین بگم که در اینجا سوال شده که آیا تثلیث وحدانیت و بسیط بودن خدا رو زیر سوال میبره. همونطور که ادوین گفت با اینکه این شخصیت قابل تشخیص هستن ولی در تمام طول تاریخی که ما مشاهده میکنیم و اینها رو فهمیدیم هیچ کدوم از این شخصیت ها بر ضد همدیگه عمل نکردن که بخوان به قول معروف همدیگه رو تکذیب بکنن یا کاری یک کدوم از این شخصیت ها انجام داده باشه که به قول ما برخلاف چیز دیگه باشه. وقتی میبینیم تمام چیزهایی که عمل شده در یک راستا یک هدف بوده، خب خودش تایید میکنه که این نمیتونه به قول معروف تفکیک بکنه اینها رو و از بین ببره، بلکه یک چیز واحد میتونه باشه. نکته دیگه هم اگه اجازه بدید اینم اضافه بهش بکنم خیلی جالبه. ما این البته ما واژه تثلیث رو توی کتاب مقدس نداریم، این یک مفهومی است که در کتاب مقدس وجود داره و خب اینا هم شاگردان مسیح، رسولان مسیح هم بیکار که نبودن مثلا یک الهیات هشل هفت رو از خودشون در بیارن، خودشون توش بمونن. اینا صحبت ها و زاییده تفکرات مردان خدایی هستش که همه یکتا پرست بودن و برای یکتا پرستی جان خودشون رو میدادن و این رو یاد گرفته بودن در طی تاریخ اسرائیل که اگر ما در هر قسمتی از کلام خدا نتونیم خدا رو متابعت بکنیم و او رو اطاعت بکنیم، ولی یک چیز رو یاد گرفتیم و اون این هستش که خداوند یهوه خدای واحد هست. و اینها دارن توی این کانتکست و تفکر یک تا پرستی تجربه هایی رو به دست میارن و این تجربه ها داره به اونها میگه که این خدا در سه شخص داره خودش رو ظاهر میکنه. حالا پولس رسول رو که به عنوان یکی از الهیتانهای خیلی قرن اولی بهترین الهیتان شاید در طی تاریخ مسیحیت باشه داری صحبت میکنه در مورد ذات مسیح در کتاب فیلیپیان باب دو، خیلی نکته جالبی رو اینجا بهش اشاره میکنه. اینجا
در مورد مسیح این حرف رو میزنه، میگه که تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. در مورد ذات عیسی مسیح، شخص عیسی مسیح صحبت میکنه که اون خداست. ولی این آیه رو میدونی از کجا آوردین؟ از کتاب اشعیا باب 45 آیه 23 که در مورد یهوه صحبت میکنه. یعنی در واقع داره میگه که ما در مورد یک خدای واحد صحبت میکنیم، ولی ذات او ذات کثیری هستش که در شخص مسیح ما آشکار کرده. صحبت خیلی زیاد زیاده. خب بریم قسمت بعدی برنامه، ولی قبل از اینکه بریم قسمت بعدی برنامه به مهتاب، ببخشید، مهتاب عزیز و مهراب عزیز، مهتاب اشتباهی گفتم ولی مطمئنم مهتابهای زیادی هستن برنامه رو نگاه میکنن، ولی مهراب عزیز که برای به نظرم اولین بار از برنامه ما رو نگاه میکنی، از یاهو مسنجر بهت خوش آمد میگیم، خدا رو شکر میکنیم برای وجودتون و عزیزانی که در اینترنت هم به ما ملحق شدن. بریم با هم یک قسمت دیگه از ویدیو رو ببینیم، برخواهیم گشت خدمت شما عزیزان. فاطمه از کشور اتیوپی صاحب 9 فرزند می باشد و با وجود سختی ها زندگی خودش رو برکتی از خدا می دونه، چون این خدا بود که اون رو از مرگ زنده کرد. به مدت 2 ماه به شدت مریض بودم. یک روز که مادر فاطمه برای پرستاری او به ملاقاتش رفته بود، با جسد سرد و بیجان دخترش روبرو شد. مادرم با جسد سرد و چشمهای باز من روبرو شد و فهمید که من ساعتها مردم. به همه زنهای دهکده خبر داد و همه اومدن که برای تدفین من آماده بشن. فاطمه که مسلمان به دنیا آمده بود و بعد مسیحی شده بود، به یاد میاره که پس از مرگش انگار روحش به سوی آسمان شناور شده بود. احساس آرامی داشتم تا اینکه با چهره برادر شوهرم که 2 سال پیش مرده بود روبرو شدم. او دست منو گرفت و احساس کردم که بر سطح دنیا معلق هستم و دارم پرواز میکنم. زیر پام احساس کردم که در جایی بسیار تمیزی قرار گرفتم که از دنیا کاملا سوا بود. خانواده فاطمه در سوگواری بودند که یک میسیونر جوان از دور متوجه شیون اونا میشه و بهشون سری میزنه. از دور منظره شیون رو دیدم و در یک آن خدا به هم گفت من امروز از طریق تو یک مرده رو زنده میکنم. میسیونر شروع میکنه به دعا کردن و همه زنها متحیر بودند که چرا این مرد مسیحی داره برای جسد مرده دعا میکنه. در همون لحظه چهره مادر شوهرم رو دیدم که به من میگفت تو باید برگردی و برای بچه هات مادری کنی. میسیونر بیش از چند ساعت بر سر جسد فاطمه دعا کرد. دعا می کردم که فاطمه از مرگ بلند شو و برخیز، که ناگهان فاطمه بلند شد و نشست. احساس کردم 2 مرتبه برگشتم تو بدنم و بلند شدم و سوال کردم چی شده؟ همه متعجب بودن و میپرسیدم مگه میشه با دعا مرده زنده بشه؟ اگه این حقیقت داشته باشه تا دیر نشده ما هم باید مسیحی بشیم. من از طریق شوهرم که یک میسیونر مذهبی بود مسیحی شده بودم. پس تمام خانواده من که مسلمان بودن شروع کردن به آهنگ خوندن و شادی کردن که خدای تو عجب خدای عظیم و بزرگیه. میدونم این اراده خدا بود که من برگردم و از بچه ها مراقبت کنم، ولی حاضرم هر وقت که اون بخواد دوباره پهلوش برگردم. وقتی ما مسیحی‌ها میمیریم ایمان داریم که در ملکوتی خدا قرار میگیریم و به آینده ای روشن اعتقاد داریم. این هست فرق ما با بقیه. بعضی وقتا بعضی از حوادث مثل داستان‌هایی هستن که ما فکر میکنیم فقط میتونیم توی فیلم ها اونا رو ببینیم و یا فقط توی رویاهای خودمون اونها رو تجسم کنیم. و
ولی ما امروز اینجا هستیم تا به جرأت این رو اعلام کنیم که کار خداوند یک داستان تخیلی و ساختگی نیست، بلکه یک واقعیته که میتونه زندگی انسانها رو عوض بکنه. بله، کار خداوند تبدیله، تبدیل موت به حیات، بدی به نیکویی، یأس به امید، نفرت به عشق، شریعت به فیض، شکست به پیروزی، غم و درد به تسبیح. و تمام اینها در عوض پذیرش عیسی مسیح به عنوان خداوند زندگیمون و اعلام اون به زبان و ایمان داشتن به اینکه خداوند او را از مردگان برخیزانید انجام خواهد شد. دوست عزیز، اگر امروز این فرصت از آن توست تا بتونی بر حسب فیض خداوند از لعنت گناهان آزاد بشی و در آزادی روح خداوند رو بپرستی. همینطور که این دوست عزیز گفت، یکی از بزرگترین تفاوت‌های ما اینه که ایمان داریم بعد از مرگ کجا ساکن هستیم. دوست عزیز، اگر میخوای زندگی پس از مرگ تو در مسیح تضمین بکنی، با من این دعا رو بکن. خداوند عیسی مسیح، امروز به حضور مقدس تو اومدم ای خداوند که به گناهان خودم اعتراف بکنم. اومدم که رابطه خودم رو که با خداوند توسط گناه خراب شده ای خداوند، توسط صلیب تو شفاف بکنم. اومدم که اعتراف بکنم که میپذیرم عیسی مسیح خداونده و خدا او رو از مردگان برخیزانید تا امروز من نجات رو دریافت بکنم. میخوام اعتراف بکنم که گناهکارم و نیاز به بخشش تو دارم در زندگیم و میخوام که تو شاه و سرور زندگی من باشی و با تمامی وجود میگم این رو میپذیرم تا به ابد، در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. دوست عزیز، اگر امروز مهمترین تصمیم زندگی خودتو گرفتی، اگر امروز میخوای عیسی مسیح رو به قلبت دعوت بکنی، مشاورین ما منتظر تماسهای شما هستم. میدونم که هر کدوم شما داستانی دارین که میتونه قلب تک به تک عزیزان رو لمس بکنه. ما منتظر تماسهای شما هستیم. اکنون که تصمیم گرفتید عیسی مسیح رو متابعت بکنیم، لازم هست که اون رو بشناسید. لازم هست که با او وارد یک رابطه نزدیکتر بشید. تشویق میکنم با ما تماس بگیرید و اگر سوالی در ذهن شما در مورد ایمان مسیحی هست، خوشحال خواهیم شد که پرسش‌های شما رو پاسخ بدیم. عزیزانی که در اتاق مشاوره هستند، تعهد دادن که شما عزیزان رو خدمت و با ما تماس بگیرید. پخش مستقیم برنامه ها، آرشیو برنامه ها، درخواست دعا، مطالعه انجیل، همه در وبسایت تلویزیون محبت www.mohabbat.tv. خب سلام و خوش آمد مجدد به شما بینندگان عزیز. با هم قسمت گفتمان و گفتگوی هفته رو شروع میکنیم. صحبت امروز در مورد تکنولوژی در خدمت کلیسا هستش. درسته. امروز میخوایم مروری داشته باشیم که چطور، شاید جای سوال باشه، منظور از خدمت تکنولوژی به کلیسا چی میتونه باشه. ولی بعد از دیدن ویدیو کلیپ و صحبت های ما فکر کنم خیلی واضح باشه این سوال که چطور تکنولوژی میتونه به ایمان مسیحی ما کمک بکنه. آمین. و اینو بکنیم سوال هفته این هستش که به نظر شما چگونه تکنولوژی میتونه یا داره کمک میکنه به کلیسای ایران در سراسر دنیا، به خصوص کلیسای ایران و ایرانیان. ولی قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنیم، خواستم بگم که خط تلفن بازه، دوست داریم که از شما بشنویم، پس ما تماس بگیرید. تلفن ما روی صفحه تلویزیون هست. خوشحال میشیم که با هم دیگه از طریق تکنولوژی رابطه برقرار کنیم. روی فیسبوک هستیم، روی اسکایپ هم هستیم و به ما تماسی بگیرید. ولی از شما دعوت میکنم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم به این ویدیو توجه بفرمایید. در گذری به تاریخ شاهد آن هستیم که مردان خدا برای بشارت از هر ابزار و وسیله موجود در زمان خود استفاده میکردند. وسایل مانند پاپیروس، کاغذهای دست نوشته و حتی پوست ایوانالز متداول ترین امکاناتی بودند که در دسترس آنان قرار داشت. در زمان مارتین لوتر با اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، امکانات بشارتی تا حدود زیادی تغییر یافته و گامی به جلو نهاد. و اما امروز نیز مردان خداوند همچون گذشته از امکانات حاضر مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت برای بشارت کلام خدا استفاده می کنند.
با این تفاوت که تکنولوژی باعث شده است بشارت شکل گسترده‌تر، سریع‌تر، مؤثرتر و راحت‌تری را به خود اختصاص دهد. این در حالی بود که گروهی از مردم تکنولوژی و پیشرفت آن را شیطانی و وسیله‌ای مخرب می‌دانستند. ولی پس از گذشت زمان برخلاف انتظار عموم میتوان شاهد خدمات تکنولوژی به کلیسا در جهت مثبت آن شد. کلیساهای عظیم، دانشگاه‌های مجازی و کلیساهای مجازی از محصولات خدمات تکنولوژی میباشند. ابر کلیساها و یا مگاچرچ که دارای شعبه‌های مختلفی هستند برای پخش موعظه‌های واعظ در دیگر شعبه‌های خود از سیستم‌های ارتباطی پیشرفته استفاده می‌کنند، به طوری که تمام اعضای این کلیساها قادر هستند همزمان موعظه شبان را در کلیسای مادر بشنوند. می‌توان به عنوان نمونه از کلیساهای تعمیدی بیت لحم و کلیسای شبان بر روی تپه‌ها نام برد. خب همینطور که فایبرز اعلام کرد ما منتظر تماس‌های شما هستیم و من می‌خوام دعوت بکنم عزیزایی با ما تماس بگیرن که شاید مژده نجات رو به یکی از وسایل مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت یا به شکلی که مربوط به تکنولوژی با ما تماس بگیرن که به چه شکل اون رو دریافت کردن و امروز نجات رو دارن. من حتما می‌خوام یه خواهش دیگه بکنم از بیننده‌های عزیز. اگر دارین از طریق اینترنت برنامه رو نگاه میکنید، یه تماسی ما بگیرید، یه ایمیلی بزنید یا حال یک تماسی ما بگیرید که ما ببینیم چند نفر از شما عزیزان در حال حاضر از طریق اینترنت داریم برنامه رو نگاه میکنید. چون این برنامه به طور زنده هم داره از طریق اینترنت داره پخش میشه و هم از طریق ماهواره. خب خدا شکر. ما توی گذشته وقتی که رسولان و مردان خدا میخواستن یک نامه رو بنویسن، این نامه رو باید حالا روی پاپیروسی، اون موقع هم کاغذ هم به این سادگی نه، ما کاغذ خیلی حیف و میل میکنیم الان، یه چیزی می نویسی به درد اونیم درخت رو داریم از بین میبریم، ادوین جان از بین میبریم، ولی اون موقع به این سادگی ها کاغذ ها به دست نمیمد، یا پاپیروس یا پوست حیوانات یا روی سنگ ها می نوشتن و اینا رو می نوشتن، حالا با هزار بدبختی با هزار مواظبت که اینا خراب نشه کپی اصلیشون، و این رو میدادن اشخاصی، اینو برای ماه‌ها شاید طول می‌کشه یا سال‌ها طول می‌کشه، یا خود شخص می‌رفت و یک پیغامی رو به یک کلیسای بله. مسیح بده. پولس رسول چقدر مسافرت کرد؟ بله. قسمت عمده خدمتش رو بعد از اینکه به مسیح ایمان آورد توی سفر گذروند و به جاهای مختلف می‌رفت. ولی الان چقدر راحت شده. ما می‌خوایم با یک نفر ارتباط داشته باشیم اونور دنیا، یا می‌خوایم یک نامه‌ای رو بنویسیم، یک ایمیل میفرستیم و خیلی سریع از طریق مسنجرها با هم در ارتباط هستیم. بله. و با همه اینها میگم باز گاهی اوقات خیلی هم برای ما حتی باز کردن یک ایمیل هم خیلی کند شده، خیلی سریعتر میخوایم با هم در ارتباط باشیم. چند وقت پیش کشیشدارا داشتیم صحبت میکردیم، توی صحبتاش میگفت که چقدر ما یاد گرفتیم زندگی سریع و تکنولوژی سریع رو و میخوایم همه چیز رو همون لحظه داشته باشیم. گفت کامپیوتر روشن کردم میخواست تا این ایمیل بیاد دیگه جونم به لبم رسیده بود، و نشان دهنده اینه که چقدر داره دنیا سریع میشه. توی یه دونه آیفون بخرم، آیفون که بخرن سریع میتونن دریافت کنن. هر صدایی که میگیری از آیفون تو چیکار میکنی؟ آیفون تکنولوژی خیلی جالبه، یا این بلک بری که وجود داره. خب البته آیفون دیگه، بلک بری من زیاد علاقه بهش ندارم. شما حالا در مورد تکنولوژی صحبت میکنید، میخواید از پشت پرده آیفون خودت در بیاری بیننده های عزیز نگاه کنید، ادین جانم با آیفونش هستش که با ما در تماس هست معمولا. خب ولی راحت کردن به شکل سنتی با بی سیم در تماس. شما هنوز با اون تیکای خبری در تماس هستید با کبوتر. ولی الان تکنولوژی خیلی کمک کرده، الان نه تنها در قسمت اخبار و ارتباطات در سطح خیلی وسیع‌تر و غیر مذهبی و سیاست و اقتصاد و اینها هستن، یک تحولی رو به وجود آورده توی ایمان مسیحی و گسترش پیغام خدا هم. فکر میکنم تکنولوژی یک تاثیر خیلی مثبتی داشته. من یادمه حدود مثلا 7-8 سال پیش خیلی نگاه ها منفی بود نسبت به اینکه چطور میتونه وبسایت میتونه تکنولوژی استفاده بشه بله. توی کلیسا در خدمت کلیسا، ولی امروز میبینیم چقدر. دقیقاً یادم میاد چند سال پیش بود خواهری تازه ماهواره ها اومده بود، گفتیم شما نمیخواین یه ماهواره بخرین و اینا، گفت نه اصلا این کارو نمیخوام بکنم چون میدونم این یک وسیله شیطانیه که وارد خونه ها میشه و اصلا ما رو از خدا جدا میکنه، و خیلی شدید و خیلی به قول معروف مقاومت شدید کردن مقابلش. دقیقاً
ولی امروز همینطور که میبینیم واقعا خداوند از هر شرایطی، از هر موقعیتی استفاده میکنه برای اینکه بتونه کلامش سریعتر، زودتر و به شکل‌های مختلف به دست همه برسه و برخلاف چیزی که فکر میکردیم. همون امروز، همین الان ما که روبروی این دوربین ها هستیم و داریم به بینندگان مژده نجات رو میدیم، خودش اعلام میکنه که خداوند حاکم بر همه چیه. یعنی خیلی بالاتر از اون چیزی که ما میگیم تکنولوژی الان ما رو از خداوند جدا میکنه یا خیلی کارهای مخرب انجام میده، داریم میگیم نه خب تکنولوژی هم خداوند کنترل میکنه. من فکر خدا از هر چیزی که توی فرهنگ یا توی دنیای اون زمان رایج بوده استفاده میکرد. اون زمان، زمان موسی شاید سنگ و اینها بوده، خدا ده فرمان روی سنگ میده. مطمئنم الان اگر خدا میخواست الان ده فرمان رو بده، از یک طریق دیگه این رو برای ما آشکار میکرد، نمیدونه. ولی اینطور مشخصه که خدا از تکنولوژی روز، حالا به هر نحوش، حالا ممکنه سنگ و پاپیروس و امروز اینترنت و چیزای دیگه باشه، ولی استفاده کرده. چقدر خوبه که ما هم این رو بهش توجه بکنیم و ازش استفاده بکنیم. در طی تاریخ ما می‌دونیم که یک حالت موازی داره که وقتی که تکنولوژی میاد، حالا از در عرض عصرهای مختلف وقتی که نگاه بکنیم، اصلا اون زمانی که پیک‌های خبری بودن و یا چیزهای مختلف، میشه یا برای شرارت و شر استفاده کرد یا میشه برای جلال خداوند استفاده کرد. انسان همیشه حق انتخاب رو داره، به خصوص در تمام این قدم‌هایی که از نظر علم و تکنولوژی فراتر برمی‌داره، انسان این حق رو داره و انتخاب رو داره که بتونه تصمیم بگیره که آیا از یک چیزی که در دستش هست برای خوبی استفاده کنه یا برای بدی. من برمی‌گرده سراغ ذات انسانی که میگه ما در دنیایی هستیم که درش پر از گناه هست. پس چقدر زیبا هستش که پاهای مبشرینی که دارن از تکنولوژی و از آخرین پدیده‌های علم دارن استفاده میکنن که بخوان جلال خداوند رو نشون بدن. عزیز من، دوست عزیز من، ای عزیزی که در علم هستی، در پژوهش هستی، در تحقیقات هستی، من از شما دعوت میکنم که واقعا آنچه که دارید استفاده بکنید و بگین که من از این طریق چگونه میتونم بیشتر به معرفت آسمانی خدا نزدیکتر بشم و پی ببرم. خطای تلفنی هم باز هست، خوشحال میشیم از شما بشنویم. جوانهای ایرانی به خصوص، الان ما داریم صحبت میکنیم، در طی تاریخ داریم صحبت میکنیم، درسته، ولی جوانهای ایرانی در بین کسانی هستند که از نظر علم و استفاده کردن از تکنولوژی در سطح بالاترین هستند. نه اینکه بالاترین هستند، ولی در سطح بالایی هستند. میدونیم که چندین بار اعلام کردیم که در بین وبلاگرهایی که در سراسر دنیا وجود داره، ایرانی ها شماره سوم بالاترین رو دارن و دائما دارن وبلاگ می‌نویسن از ایران برای خارج و همه جاهای مختلف و نظرهای خودشون رو در میون می‌ذارن. تو همین چند وقت پیش که این نارامی‌ها در ایران بود، دیدیم که تکنولوژی چه استفاده مفیدی ازش شد. اخبار به تمام دنیا در عرض چند ثانیه انتقال پیدا کرد. بله، در مورد ندا که وقتی که در یک سال پیش این عزیز ما وقتی که به شریک شد از بین رفت، حتی پرزیدنت آمریکا به اسم در مورد ایشون صحبت کرد. چرا؟ به خاطر که لحظاتی بعد از این اتفاقات آنان از طریق تکنولوژی این ویدیو رو گوش بدن روی یوتیوب یا از طریق توییتر اطلاعات رو داده بودن. این باعث میشه که بچه ها مرسا بره کنار، که فاصله ها بره کنار، که با هم دیگه نزدیک بشین. یکی از دلایلی که ما در رسانه های مانند محبت خیلی کوشا هستیم که به گوشه و به خانه های شما عزیزان بیاد، به خاطر اینکه یک سری فاصله ها رو برمی‌داره، درسته؟ و اجازه میده که میگیم ما در خانه شما، مهمون شما هستیم، یک حرف کلیشه‌ای تعارف مانند نباشه. واقعا در کنار شما عزیزان نشستیم و داریم با هم دیگه گفت و شنودی داریم در موردی که واقعا خداوند کی هست و چی هست. دلیل برای نیست شما برتر هستیم. خداوند چند سباهی به ما امکانات رو داده که بتونیم در خونه شما باشیم، ولی ما نمیدونیم که تا چقدر در دست ما خواهد بود. برای همین هستش که میخوایم در چیزهای کوچک امین باشیم، برای در خدمتتون باشیم. خب اگر اجازه بدید یک دو تلفن بگیریم، بعد با هم ادامه خواهیم داد توی صحبت ها. رسول عزیز از گلستان با ما هستن، شما روی خط هستید رسول جان. سلام عرض میکنم برادر و خواهران عزیزم در شبکه محبت. خسته نباشید، عرض میکنم فیض و برکت خدا رو برای شما همواره خوان هستم. من رسول هستم از گلستان ایران و خودم هم 4 ساله که با به شریعت مسیحیت و به خدای زنده ایمان آوردم و اینجا هم مشغول هستم. حالا خیلی ببخشید دیگه توضیح زیاد نمیدم و جوانهای مسلمونی هستن که از من سوالات متفاوتی رو میپرسن. من از برنامه های شبکه محبت، چون شما خودتون عزیزان هم جوان هستید و خیلی هم ادبیات زیبایی دارید، اونها رو تشویق کردم تا برنامه شما رو ببینن و امشب بنابراین شد که این عزیزان هم
همینجا که دور هم هستیم برنامه زنده شما رو مشاهده کنیم و استفاده کردیم. اما متاسفانه حالا شاید چون دفعه اولشون هست که برنامه پژواک رو نگاه میکنن، از این جهت میگم متاسفانه این اول برنامه سری اخبار سیاسی تر شد که اینها توقعشون اخبار دینی و اینها بود و سوالی از من کردن که من بر این شدم که گفتم من حالا که اینطور شد من تماس میگیرم خود این بزرگواران بعدا خودشون توجیه هستن، خودشون جواب شما رو میدن. و اینا گفتن که سوالشون بود که ببین برادر رسول، شما که ما رو تبشیر میکنی، ما رو تشویق میکنی به آموزه مسیحیت و به خدای زنده، کلیسا و مسیحیت هم داره از تکنولوژی استفاده منفی و سوء میکنه. گفتم چطور؟ گفتن که الان برنامه دینیه اما اخبار سیاسی پخش میشه. من توضیحاتی رو دادم، بعد گفتم که خب من کاری نداره، از خودشون سوال میکنم، بهترین جواب رو برادر فریبرز، خواهر جنیفر اینها خودشون مطرح میکنن. اینا حرفشون این بود که یعنی خام خوب شما جواب کامل و واضح رو به این برادران مسلمان بدید. اینا میگن که وقتی ما از کشیش ها و از خود بنده و از کشیش های دیگه سوال میکنیم که آقا فلان سیاست مدار تو بر، فلان سیاست مدار مسیحی که دارای آمده مسیحی است، مثلا این اشتباه رو کرده، این جنایت رو کرده، این ظلم رو کرده، همه میدونن، همه میبینن، بعد کشیش های عزیز در میان میگن که خب ما کارمون تبشیر دین هست، ما کارمون ایمان و ایمانگرایی است، ما داریم خدمت خدا رو میکنیم و ما هم با اینها مخالف هستیم و قبول نداریم و اینها اشتباه کردن. و اما خودشون میبینید از شبکه‌های دینی این برنامه‌ها رو، مسائل سیاسی رو علیه مثلا سیاستمدارای ادیان دیگه، چه مسلمان‌ها چه غیر مسلمان‌ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اینها رو پخش میکنن، اینها رو تبلیغ میکنن، تبلیغ منفی میکنن. اگر واقعا اینها دلسوز بشریت و مسلمین هستن، چرا فقط جنایت ها و حالا اینا تعبیر نمی کنن به جنایت، میگن چرا این اشکالات رو بر ما میگیرن؟ درست میفهمید رسول جان؟ اگه اجازه بدید، اگه اجازه بفرمایید، متوجه فرمایش شما شدیم. من از طرف خودم و عزیزان و همکارانم میخوام به تک تک دوستان شما سلام بکنیم. این برنامه فقط برای مسیحیان نیست، برای مسلمانان، برای همه هست. ما همه عزیزان رو دوست داریم و قابل احترام هست تمام نظر و دید شما عزیزان، همه بیننده هایی که با ما ملحق هستید. پس بنابراین سلام گرم ما رو دریافت بکنید. درست میفرمایید. ببینید وقتی که ما اخبار رو میاریم و صحبت میکنیم، متاسفانه خواهی نخواهی درهای در مورد اخبار در مورد سیاست هست دیگه، بیشترش یه چیزای اجتماعی، درهای باز میشه، ولی هدف ما این نیستش که بخوایم در مورد سیاست صحبت کنیم. برنامه ما یک برنامه سیاسی نیست، برنامه ما تشویق شده که بتونیم، ما اولین گروهی هستیم در تلویزیون محبت که داریم بخش اخبار رو میاریم و داریم سعی میکنیم که اخبار آنچه که هست براتون بیان بکنیم. و هدف ما خدای نکرده این نیستش که بخوایم بند بکنیم به گروه خاصی، به دین مخصوصی یا به فلسفه های مخصوصی و بگیم ابجوی داریم میکنیم. به هیچ وجه. ما حتی اینجا میتونیم براحت بشینیم و به شما بگیم که در نام عیسی مسیح چه خونهایی ریخته شده، چه غارتهایی شده و ما به حق اونام هستیم. و حتی اگر در مورد اونها لازم باشه صحبت هم خواهیم کرد. اگر در مورد سیاست مداری صحبت میکنیم، هدف برای این نیستش که بگیم که قدم هایی که یا دید های سیاسی که دارن بر میدارن توجیه شده هست و یا درست هست. به هیچ وجه. ما همه انسان ها رو دوست داریم و تنها صحبتی که داریم میکنیم میگیم که تنها چیزی که برای ما به قلبمون میشینه محبت مسیح و محبت خالص مسیح هست. و هدف این هستش که واقعا بی آلایشانه عشق مسیح برای تمام ماها باز بشه. اگر خدای نکرده در طیب اخبار یا صحبت هایی که کردیم طوری استنباط شده که ما داریم به گروه مخصوصی یا دین مخصوصی داریم چسبیدیم، ما رو ببخشید، از شما معذرت میخواییم. ولی واقعا باور کنید که هدف ما این نیست که خدای نکرده کسی رو تحقیر بکنیم یا گروه مخصوصی رو زیر پا بگذاریم. همه عزیزان، تمام بیننده ها با هر فکری که هستن برای ما قابل احترام هستن. و بازم خوشحال هستیم که امشب مهمانان شما، مهمانان ما هم هستن، در خانه شما هستن و مهمان مسیح هستیم. های ما، این دید ما هست. امیدوار هستم که در طی برنامه چکیده محبت مسیح برای شما باز بشه و بدونید که حرف ما واقعا چی هست. شما دوستان عزیز، همینطور که فریبرز عزیز گفتن، ما شاید اخبار رو اعلام میکنیم آنچه که هست، آنچه که شاید در تمام شبکه‌های خبری اعلام میشه، ولی هیچ کدوم از ما تفسیری از اون نکردیم و
شاید خیلی وقتا ادوین هم میگه نه علاقهشو داریم نه علمشو داریم که بخوایم مثلا این کار رو انجام بدیم. هیچ تفسیری، هیچ توضیحی بر اخبارهایی که داده میشه ما نمیدیم، فقط هر آنچه که اعلام شده، هر آنچه در دنیا میگذره، میخواد از ایران باشه یا هر جای دیگه، فقط اعلام میشه. و این فقط به جهت اینه که بگیم ما هم هستیم، ما هم در جریان هستیم، نه اینکه خودمون رو کنار بکشیم، فقط در مورد اونچه که در کلام خدا صحبت بکنیم و بگیم اصلا مهم نیست در دنیا برای چی داره میگذره. این تاریخ دنیا نیستی. دقیقاً. اینکه چی داره میگذره ما هم میفهمیم یا میدونیم چی داره و برای ما اهمیت داره، ولی تفسیری، تأکیدی، تکذیبی برای اون نداریم. یک نکته ای رو که ما مدت‌ها قبل تو این برنامه صحبت کردیم و فکر می‌کنم از این برنامه حداقل تا اونجایی که من حافظم یاری می‌کنه تنها اولین برنامه‌ای شاید بود که این رو اعلام کردیم که یک مسیحی باید در مسائل اجتماعی هم دخیل باشه، باید آگاه باشه از مسائل حرکت‌های سیاسی که در دنیا اتفاق میفته. به این معنا نیست که اونها رو هدایت بکنه یا به قول معروف اگر خشونتی هست با خشونت اون رو پاسخ بده، ولی ما هم به قول معروف همونطور که گفتید و شما هم تاکید کردید ما تاریک دنیا نیستیم، جز این دنیا هستیم و ما به هر نحوی هر حرکت و ایده و عقیده‌ای داشته باشیم از دیدگاه یک سری از افراد سیاسی تلقی میشه. بله متاسفانه. بله و خب این کارش نمیشه که میگم آدم نمیشه همه شخص رو راضی بکنه، ولی قرن دوم باز مثال اینو همیشه گفتیم، رسولان میگفتن ما قیصر رو نمیپرستیم، خدا نیست، بعد میگفتن شما دارید علیه قیصر عمل میکنید، شما سیاسی هستید، علیه امپراتوری روم عمل میکنید. هدف این اشخاص، صحبت این اشخاص کاملا اعتقادی و مذهبی بود، ولی برداشت گروه مقابل برداشت کاملا سیاسی بود. نکته دومی هم که اشاره کردن و من فکر میکنم حداقل با اگر آگاهانه اخبار رو نگاه کرده باشن عزیزان باید این رو هم متوجه باشن که ما اخبار رو همونطور که هست میدیم. ما چند وقت پیش در مورد کلیسای کاتولیک مشکلاتی که بود، اعتراضاتی که شده بود و تمام صحبت‌ها رو ارائه کردیم که خیلی علیه اونها داشتم اعتراض میکنم. بله. به خاطر بله. اشتباهاتی که کردن، به خاطر دسترازی هایی و سوء استفاده هایی. اصلا ادوین جان ما میتونیم به رسول جانم بگیم که یه سری از برنامه هایی که ما انجام دادیم و صحبت کردیم در موردش، حتی عزیزان کلیساهای مختلف تماس گرفتن به ما گفتن که آیا دید شما این بوده که کلیسا رو خار بکنید یا نه. ما دست گذاشتیم روی جاهایی که ضعف کلیسا هم هست در مورد صحبت کردیم، نه به عنوان انتقاد، برای که همدیگر رو بلند کنیم و بگیم ما میتونیم همدیگر رو انسان‌های بهتری بسازیم، آدم‌های بهتری باشیم و بتونیم کوشاتر باشیم برای هم دیگه. سعی هم می‌کنیم حداقل قسمت اصلی سعی ما توی بخش اخبار این هستش که ما بخش روحانیش رو هم بگیریم، برای تراژدی‌ها دعا می‌کنیم. بله ما اینها رو مطرح می‌کنیم که شما عزیزان هم آگاه باشید که با هم دعا بشیم و برای مشکلاتی که توی دنیا هست دعا بکنیم. من یادم از اون یک پیک کردم. آمین. بنی آدم از آیه که کردند. آمین آمین آمین. خب حالا بحث در مورد تکنولوژی هست. دوستان عزیز ببینید چقدر راحت رسول عزیز از گلستان ایران تلفن برداشتن و تونستن قلب خودشون رو با ما از طریق تکنولوژی باز بکنن. این تکنولوژی داره کلیسای ایران خدمت میکنه. کلیسای ایران در حال رشد خیلی سریعی هست. تعداد بسیار زیادی از ایرانیان دارن قلب خودشون رو به عیسی مسیح میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حق این براشون باز شده، امکانات براشون باز شده تا بتونن با دیگر عقاید و دیدهای دیگه آشنا بشن و انتخاب بکنن برای خودشون که چی هست و چی نیست. پس بنابراین تکنولوژی داره ایران خدمت میکنه، داره کلیسای ایران خدمت میکنه، ولی فقط وابسته به تلویزیون محبت نیست. الان در حال حاضر دوستان عزیزی هستن، همکاران عزیزی هستن که چه بسا هیچ کدوم از ما نمیشناسیمشون، اسمشون اصلا مطرح نشده یا مطرح نمیشه، ولی سهیم هستن در رشد کلیسای ایران، در رشد خدمات ایران، در رشد ایمان ایمانداران در سراسر جهان. و خدا رو شکر برای اونها که از طریق بلاک‌های مختلف، جوهای مختلف. شما ادمین جان در این مورد هفته گذشته بله ما اعلام کردیم و بعضی از عزیزان وبلاگ‌های خودشون برای ما فرستادن که چند تا از اونها رو انتخاب کردیم که محتوای خوب و مفیدی ممکنه برای عزیزان داشته باشه. این رو اگر موافق باشید با هم بخونیم. البته شاید اولی شما نوشتهش نداریم ولی میتونیم اینو بخونیم که عزیزان هم آگاه باشن. میخواین ادمین جان نجات مسیح داد بلاگ blogdun.com حسومی جالبی هست. نجات مسیح داد blogdun.com وبسایت وبلاگ زیبایی هست که یکی از خواهران برای ما ارسال کردن و اون رو من که نگاه میکردم مطالب جالبی توش هست. وبسایت راه صلیب.com این رو لورترش هم داریم میتونیم بذاریم و ببینن عزیزان. وبلاگی هستش که اکثر
فکر میکنم خدماتشون برای فایل های آدیویی هست، آدیویی هستش که استریم میکنن. بله اتفاقا اگه توی کلان شما شکر با راه صلیب خیلی خدمت خیلی جدیدی هست، ولی خیلی گل کرده. منم توی فیسبوک عضوشون شدم و چقدر برکت میگیرم. اگه عزیزان خدمت راه صلیب دارین برای من نگاه میکنید، واقعا گلی به جمالتون. مرسی برای محبتتون که این همه قشنگ دارین ماها رو خدمت میکنین. از بادیت های مختلف میان جلو و توی فیسبوک هم هستن، حتما باشون آشنا بشین. بیننده هایی که علاقه مند هستن به تکنولوژی دیگه کیه ادوین جان؟ من میخوام یه ببخشید من فقط به اتاق کنترل میگم اگه ممکنه لورتردار رو بذاریم حداقل ما امین باشیم توی نوشته ها. بفرمایید. من فقط می‌خواستم بگم که این سایت ها رو خیلی دست کم نگیریم. ما تقریبا دو هفته پیش بود یک میسیونری به کلیسا آمد و در مورد بشارت صحبت می‌کرد. اون گفت که من این بزرگترین رویای من بود که بخوام به کشورهای مختلف برم، با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشم و بتونم به اونها بشارت بدم. ولی میگه هر چقدر به موقعیت خودم نگاه می‌کردم می‌دیدم هیچ شرایطی ندارم که من از نظر هزینه بخوام تیکت‌های مختلف بگیرم، از نظر زبانی بخوام این کار رو انجام بدم. و میگه خدا در قلب من گذاشت که از اینترنت برای این کار استفاده بکنم. و این شخص الان من متاسفانه یادم رفت که کارتشون رو بیارم که یکی از بزرگترین سایت های اینترنتی داره که تمام سوال هایی که شاید در برنامه پژواک یا برنامه های دیگه یا هر شخصی میتونه در ذهنش خطور بکنه از این سایت میتونه دریافت بکنه. و این شخص همون جوابی رو که شاید فکر میکرد اگر جسمن به کشورهای مختلف مسافرت بکنه داره با این سایت اینترنتی دریافت میکنه. نه دو تا وبسایت دیگه هم هست، این رو هم بگم. historicaljesus.blogspot.com عیسای تاریخی اسم وبسایت هستش که این رو برادرمون فیلیپ داره مدیرشون هستن. یکی از بهترین وبسایت ها وبلاگ های فارسی هستش، شاید از لحاظ قیافه و ساختار و قالب مثل وبسایت های رنگین و اینها نباشه، ولی محتوای این صحبت ها و پژوهش هایی که خودشون انجام دادن یکی از بهترین وبلاگ هایی هستش که حتما تشویق میکنم عزیزان درش برن. و وبسایت بعدی رو که در مورد صحبت میکنیم وبسایت کانون اندیشه و فرهنگ مسیحی است، kfam.co.uk، کانون اندیشه و فرهنگ مسیحی. اینم یکی از وبسایت هایی هستش که با تمام وبسایت هایی که من تا حالا دیدم فرق میکنه و تشویق میکنه که متفکرین مسیحی در مورد خیلی از مسائل روز صحبت بکنن، مقالات بنویسن. مسائل در مورد شعر هست، فلسفه هستش، تاریخ هست، الهیات هست، علم هست و یکی از بهترین وبسایت هایی هستش که من همیشه اونجا سر میزنم که برادرمو فکر میکنم منصور برجی مسئول اصلیشون باشه. این روزا درست کردن وبسایت کار زیاد سختی نیست، بخصوص درست کردن وبلاگ ها کار خیلی آسونی هست، چون که مؤسسه های مختلفی هستن که اینها رو به عنوان تمپلیت از قبل درست کردن. شما فقط میرین توش محتویات رو میذاری و در عرض مثلا نیم ساعت یک ساعت تمام دنیا دسترسی دارن به افکار شما و به دید شما. پس 100% اینو میخوام به شما بگم که دیگر کسانی که در تلویزیون محبت با ما شریک هستن و برنامه گذار هستن، اونها هم برای خودشون وبسایت هایی رو فراهم کردن که حتما بهشون سری بزنید، باعث برکتتون خواهد بود. و داشتن وبسایت کار آسونی هست. اگر شما بیننده عزیز، دوست عزیز، کسی هستید که علاقمند هستید به پژوهش، علاقمند هستید که دید خودتون و اشعار خودتون رو بیان بکنید یا جایی داشته باشید که بتونید دید خودتون رو بیان بکنید، ازتون دعوت میکنم که به راحتی برین روی اینترنت و بزنید روی گوگل سرچ بکنید، جستجو انجام بدید، یک وبسایت رو بندازید، برای ما هم یه دونه لینک بفرستید که کی هستید، کی نیستید و بتونیم در مورد شما بهره مند بشیم. در ضمن این چند خدمتی هم که امروز داریم در موردشون صحبت میکنیم به ما از قبل پول ندادن که ما تطبیقشون رو بکنیم. برای اطلاعاتتون فقط میخوایم بگیم عزیزان زیادی هستن، خیلی زیاد هستن که متاسفانه نمیشه در طی برنامه در موردشون صحبت کرد که خدمات خیلی عظیم و عزیزی دارن، ولی ما چند نفر رو گلچین کردیم که در موردشون صحبت بکنیم. خب خدا رو شکر. ما عرضم به خدمتتون که فرزاد رو داریم از تبریز، در مورد تکنولوژی صحبت دارن، صدایشون رو میشنویم بعد با هم ادامه میدیم. فرزاد جان شما روی خطید. سلام، خسته نباشید. سلام فرزاد جان. بفرمایید. خوشحالم که دوباره با شما دوستان و خواهر عزیزم صحبت میکنم و برای یکی دو هفته ای که موفق نشده بودم برنامه شما رو تماشا کنم، خوشحالم که تونستم موفق شدم برنامه شما رو تماشا و از سخنان شما استفاده کنم. عزیزی خوش گردید. من خواستم تکنولوژی که مطرحه میتونه فواید خیلی زیادی داشته باشه.
الان به وسیله سایت ها، حتی خود این شبکه ماهواره‌ای که هست، همین به وسیله تکنولوژیه که از اونور جهان پخش میشه واسه یه خطه و سرزمینی که فاصله ها و هزاران کیلومتر فاصله داره با اونا. ولی نقطه مهمی که واسه تکنولوژی هست باید آسیب شناسی بشه. متاسفانه همین تکنولوژی که میشه میتونیم ازش تو خدمت در مورد مسیحیت، در گسترش مسیحیت استفاده کنیم، ولی متاسفانه آسیب‌های خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. مثلا خود بنده چندین وقت پیش که بعداً تماس گرفتم، چندین وقت پیش چون یک چند تا سایتی خوندم که یکی از برادر رضا صفا فوت کردن و از دنیا رفتن و این مسئله خیلی واسه خود من عذابناک بود و دردناک بود که بعداً تحقیقاتی کردم حالا به یک نتایج دیگه ای رسیدم. حالا آسیب‌های خیلی دیگه ای از در استفاده از همین تکنولوژی وجود داره. یا مثلا کسایی که ایمان کسایی که ایمان ضعیفی هم داشته باشن، متاسفانه میبینیم که احتمال داره در اثر بعضی از چیزایی که حتی شیاطین، شیطان‌ها تو اینترنت یا جاهای دیگه خیلی زیادن و در کمین هستن که ایمان ما رو به خطر بندازن و چیزای دیگه. حالا من می‌خواستم یه سوالی در همین، شاید اگر در موضوع برنامه نیست ولی اگر امکانش بود خواهش می‌کنم جواب بدید. سوال من اینه که ما به عنوان یک مسیحی تا چه حد سیاست را دخالت در دین ما میکنیم؟ نمیخوام بگید که دین ما عین سیاست ما یا سیاست ما عین دیانت ماست. میخوام بگم که من هم شنیدم که میگن ما مسیحیان کاری به سیاست نداریم، کاری به حکومت ها نداریم، ما کشوری نداریم به عنوان مسیحی. از اون طرف چیکار میکنیم؟ با سیاست کار داریم، اخبار سیاسی میگیم، تحلیل های سیاسی انجام میدیم و میگیم که این، نمیخوام بگم که ما تحلیل سیاسی میکنیم برای اینکه بگیم که ما هم هستیم، نه، میخوام ببینم که تأثیری که کلام در کجا داره، در سیاست داره، دید کلام در سیاست چیه. اینو واسه بنده توضیح بدید. مرسی فرزاد، ممنون از تماستون. مرسی، قربان شما. خب ما این رابطه توضیح دادیم فرزاد عزیز توی فکر میکنم توی صحبت قبلیمون، ولی یک چیزی رو صحیح میفرمایید، گروه های مسیحی و ایماندارای متفاوت، کلیسای مختلف، دیدگاه مختلفی دارن. افرادی هستن که به هیچ وجه اصلا با مسائل سیاسی کاری ندارن، گروه هایی هستن که فعالان سیاسی هم هستن، در این حال کشیشن، در این حال خادم هستن، یا اصلا یک مسیحی که عضو ساده که به کلیسا میرن. گروه هایی هم هستن که فکر میکنن بالانس رو نگه داشتن و مسائل سیاسی اهمیت میدن و به یک نوعی شاید از روش هایی که هر سیاستمدار استفاده میکنه برای اینکه اهداف خودش رو به کمال برسونه از اونها استفاده نمیکنم. کتاب مقدس در موردش چی صحبت میکنه؟ شما خودتون سوال کردی، کلام خدا خیلی واضح هستش. ما خوانده نشدیم که بر علیه حکومت ها عمل بکنیم، خوانده نشدیم که به قول معروف یک حکومتی رو سرنگون بکنیم، ولی خوانده شدیم در برابر سیستم غلط اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم. مسیح توی کتاب متی میگه که یک جایی هستش، البته میگه شریر رو در مقابل شریر مقاومت نکنید، البته ترجمه صحیحش، البته الان فرصتش نیست که نگاه کنیم، این هستش که خشونت رو با خشونت پاسخ ندهید. صحبت مسیح این نیستش که خشونت رو تحمل بکنید، بلکه میگه خشونت رو پاسخ بدید، اما با خشونت پاسخ ندید، که بعد توی صحبت‌های بعدیش میگه، حالا توضیح داره میده حرفش رو که چطور خشونت رو با خشونت پاسخ ندیم. اگر یک کسی به صورت تو، به طرف راست تو سیلی بزند، طرف چپ رو نگه داره، اگر کسی عبای تو رو گیره به قبای خودت رو بده، اگر کسی از تو خواست یک مایل رو بری دو مایل باهاش برو. که در نهایت اگر تمام اینها رو بشکافیم به این نتیجه خواهیم رسید که مسیح داره میگه که اعتراض کن، ولی اعتراضت مثل اعتراض مردمی که توی دنیا هستن نباشه. سیستم غلط رو تشخیص بده و اعلام کن که این سیستم غلطه، ولی بدون طوری رفتار بکن که یک مسیحی در برابر این مسائل رفتار میکنه. من فکر میکنم البته توضیح برای این فرصت کوتاه بیشتر از این نمیشه داد، ولی فکر میکنم باید بالانس و تعادل رو نگه داشت. ما نمیتونیم محکوم کنیم یک شخص مسیحی رو که اگر در کارهای سیاسیه، اگر اون شخص مسیحی دانش اون رو داره، ما نمیتونیم اون رو محکوم بکنیم که چون تو مسیحی هستی نمیتونی در کارهای سیاسی باشی. چه بسا خداوند اون رو خواسته در اونجا باشه برای اصلاح، همینطور که ادوین گفت، نه برای خشونت ولی برای اصلاح یک سری مسائل. پس ما نیستیم جزو اون افراد، ولی افرادی اگر هستن که در مقامات
سیاسی هستن ولی مسیحی هستن، نمیشه اونها رو محکوم کرد که چرا پس در مقام های سیاسی هستن. میتونه وجود اون شخص مسیحی در اونجا مفید باشه. من حالا چند چیز دیگه به شما بگم. فرزاد عزیز، سوال خیلی قشنگی میکنید، تا چه حد سیاست رو باید دین میکنیم؟ ببینید، من چند تا شبان رو میشناسم که اینها با بخش حقوق بشر سازمان ملل خیلی فعال هستن و برای حقوق بشر ایستادن. من اگه بخوام یک نمونه به شما بدم، میتونم در مورد کشیش هک صحبت بکنم. کشیش هک کسی هستن که زمانی که برادر عزیز و یکی از برادران عزیز در زندان افتادن، شروع کردن با استفاده کردن از تکنولوژی از درون ایران فکس فرستادن به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر در سراسر دنیا که بخوان کاری بکنن که جان اون برادر مسیحیشون در ایران گرفته نشه، و آخر سر تونستن در سطح بین‌المللی کاری انجام بدن که دنیا اعتراض کرد اون موقع به ایران و به اون حکم اعدامی که داده بودن. و برادر عزیزم، شما میدونید من ندامونی که دارم صحبت میکنم. بنابراین اگه به خاطر همت و کار ایشون نبود، به هیچ وجه حکم عوض نمیشه و دنیا نمیتونه تمرکز بکنه روی جفایی که بر روی اقلیت‌های مذهبی در سر در ایران هست. حالا فرق نمیکنه چه مسیحی چه دیگران. آخر سر برادر هاک بهای پرداخت کردن برای این کارشون و این بود که کشته شدن. پس بنابراین چیز خیلی سختی هست. ببینید، قدم برداشتن در برابر هر سیستمی که بر ضد سیستم دولت آسمانی خداوند باشه یه کار ریسکیه. حالا ما از ترس قدم برمی‌داریم می‌ریم کنار، یعنی که میگه که من برای راستی خداوند می‌ایستم. ولی همینطور که ادوین جان گفتن، کار ما این نیستش که بخوایم محکوم بکنیم و بخوایم حکومت دنیا رو عوض بکنیم. کار ما این هستش که برای سیاستمداران و دولتمندان دنیا دعا بکنیم و بگیم خداوند معرفت خودت رو بر اونها آشکار بکن. پس بنابراین کار ما یه چیز دیگه به شما میگم، در تلویزیون محبت ما سه تا اصل رو داریم که برش ایستادیم. اصل اول این هستش که به هیچ وجه ما برخلاف نه اسلام نه دیگر عقاید صحبت نمی کنیم و یا بی احترامی نمی کنیم. کار دومی هستش که ما برخلاف هیچ گونه از دیگر عقاید یا فرقه های مسیحی صحبت نمی کنیم یا بخوام اونها رو خوار بکنیم. و کار سومی هستش که برنامه ما برنامه سیاسی نیست و وارد سیاست نمیشیم. خواستم که فقط در مورد این سه قدمی که ما برامون خیلی مهم هست داریم برمیداریم آشکار باشید و بدونید. یک چیز دیگه هم برادرمون فرزاد جان گفتن، اگه اجازه بدید. گفتید که وبسایت ها وجود داره. اگر وبسایت وجود داره، دلیل بر این نیستش که حالا هر وبسایت مسیحی درسته و کلام حرف خدا هست. باید هوشیار باشیم. غیر از اینه؟ نه، البته خیلی از وبسایت های مسیحی هم به اسم مسیحی ها هستن که بله. پشتش کسایی هستن که اصلا مسیحی نیستن و بله. بر این صدد هستن که ایمان مسیحی رو مخدوش بکنن، وبسایت هایی رو درست کنن. و من تشویق میکنم حتما از صحت یک وبسایت آشنا باشید، بعد مطالب اون رو. حالا چطور میتونن آشنا بشن؟ ببینید، میاد سراغ این که ما گفتیم کتاب ها، مثلا انجیل برنابه هست، مواظب باشید نخونید. یا کتاب های دیگری هستش که با اصول کتاب مقدس نمیخونه. حالا به نظر شما عزیزان، یک نفر که میره روی اینترنت و یه عرفه در یک آن دسترسی دارن به 10,000-100,000 مخاز مختلف مسیحی فارسی، چگونه میتونن محک بزنن کدومش از خداست کدومش از خداست؟ خب میشه اینها رو با هم مقایسه کرد. ما وقتی تعلیمی رو در یک سایتی میخونیم، مطمئنا دیگه بر اون تکیه نمیکنیم و بر اون پایه ریزی نمیکنیم. همونطور که شما گفتین هزاران سایت دیگه هست. در مقابل ما حداقل 5 تا سایت داریم میبینیم. ما میبینیم این 5 تا چقدر در تضاد با هم دیگه، چی در تضاد با هم دیگه، و در نهایت به کلام خدا رجوع میکنیم و به هر حال تحقیق هایی رو در مورد هر کدوم اونها انجام میدیم. من مطمئنم انقدر دیگه مردم، حالا ما اگر الان داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، انقدر مردم ایران آگاه هستن که خیلی چیزها رو خیلی توتیواری یا فقط همینطور ارائه بکنیم دریافت نمیکنن و نمیپذیرن. انقدر مطمئنن در موردش تحقیق میکنن. همون مقایسه سایت ها با هم دیگه میتونه این رو آشکار بکنه که کدومش میتونه درست باشه. و حتی میتونن رجوع کنن و از دیگران سوال کنن، کسانی که از اونها ممکنه تجربه بیشتری داشته باشن. ما در خدمتتون هستیم. ما به هیچ وجه نمیگیم که همه چیزها رو میدونیم، ولی اگر سوالی داشته باشید در مورد هر چیزی میتونید ما تماسی بگیرید تا اونجا که میتونیم در خدمتتون هستیم. نکته دیگه هم این هستش که اکثر وبسایت های ایرانی که مسیحی هستن به هم
نتورک هستن، همدیگر رو میشناسن و همدیگر رو به قول معروف در پیوندهای همدیگر رو قرار میدن. بله. اگر حالا در یک وبسایتی پیوندش رو پیدا نکنید، مطمئنا در وبسایت دومی سوم این رو تاییدش رو میبینید. برای این اگر دیدید که یک وبسایتی در وبسایت‌های دیگه تایید نشده و یا لینک نشده، البته صرفا به این معنی نیست که اشتباه و خطرناکه، ولی احتیاج به تحقیق بیشتر داره و لازم هستش. خب تا ایزام ما ملحق میشن تا سوال‌ها رو در این رابطه‌ای که صحبت می‌کنیم از ما بپرسن یا نظر خودشونو بدن، بپردازیم به قسمت تکنولوژی. شما برادر فریدبرز عزیز یه خدمتی دارید به اسم فارسی پرس که توی این قسمت الان سال‌هاست، من نمی‌دونم چند ساله ولی می‌دونم سال‌هاست که توی این قسمت نه سال هست که در این قسمت خدمت می‌کنید. یه مقدار در مورد وبسایت خودتون صحبت بکنید، چون یک بخشی از خدمتتون بیرون از وبسایت و تکنولوژی هستش، بخش دیگرش بیشتر معطوف میشه به مسائل وبسایت و اینترنت و از این برنامه. مرسی که گفتین. وبسایت فارسی پرس یا خدمت فارسی پرس فقط مطلق به وبسایتش نیست. ما کارمون این هستش که بتونیم خادمین جدید رو در قسمت پرستش تربیت بکنیم در سراسر دنیا، به خصوص هم مقاممون این هستش که بتونیم در کلیساهای خانگی ایران خادمین پرستش رو تشویق و تربیت بکنیم. بنابراین امکانات زیادی رو روی اینترنت گذاشتیم، روی وبسایت گذاشتیم و فعالانه در برنامه‌های مختلف سعی می‌کنیم که یا در کنفرانس‌های مختلف یا در سفرهای مختلف بتونیم این خدمت رو انجام بدیم. قسمت دیگه کار ما این هستش که می‌دونیم که متأسفانه جامعه ایرانی مسیحی جامعه پراکنده‌ای هست و جامعه‌ای هستش که زیاد با هم دیگه در پیوند قوی نیستن. پس بنابراین اگر خداوند مثلا به عزیزی در اصفهان الان شعر و موسیقی آهنگی رو بده تا بخواد این در سرودنامه ها چاپ بشه و انجام بشه، ممکنه 40 50 سال طول بکشه. دوست. حتی بعضی وقتا ممکن اصلا انجام نشه چون که اگر فاصله ها زیاد هست. پس ما سعی کردیم که فاصله های ایمانداران از نظر امکانات موسیقی و پرستش نزدیکتر بکنیم. پس عزیزانی رو که موسیقی نوشتن، آهنگ نوشتن، شعری نوشتن، ما اینها رو ازشون دعوت میکنیم که به اسم خودشون بیارن و به ما بدن و ما اونها رو براشون یا چاپ میکنیم یا براشون منتشر میکنیم و پخش میکنیم در سراسر دنیا. آلبوم های مختلف مسیحی رو که عزیزان در طی سالهای اخیر انتشار منتشر کردن، ما اونها رو بدون یه خدمت غیر انتفاعی هستیم، اونها رو میاریم جمع میکنیم و براشون پخش میکنیم. یک مثال براتون بزنم، مثلا تا 5-6 سال پیش بر فرض جنیفر عزیز یک آلبوم پرستشی میزد، این آلبوم پرستشی باید از این آلبوم یکی یه دونه کپی رو که میشه مثلا 100 تا کپی به 100 تا کلیسای مختلف بفرستید جنیفر جان، که 100 تا کلیسا بتونن اینها رو بهش گوش بدن و باهاش آشنا بشن. حالا از این 100 تا کلیسا ممکن بود مثلا 20 تاشون به شما تماس میگرفتن، از شما چند تا میخریدن و بقیه شون ممکنه بود که این میدادن دست این نفر گم میشد. پس ما کاری که کردیم دیدیم که اگه بخوایم کمک بکنیم، فکر بکنید 100 تا آلبوم شما 100 تا سی دی دارین میفرستین، هر سی دی مثلا تقریبا 7 دلار 6 دلار براتون خرج افتاده، درسته؟ دارین 100 میفرستین، همونجا 500 600 700 دلار شما دارین فقط برای تبلیغ یا برای اینکه برای دیگران بدین دست مردم باشه، هیچ گارانتی هم نیست به کسی برسه. پس ما گفتیم که اجازه بدین از طریق وبسایت ما میایم و آلبوم شما رو تبلیغ میکنیم یا به دیگر عزیزان ارائه میدیم که از همون طریق بتونن سفارش بدن براتون فرستاده بشه. پس در عرض یک آن از طریق اینترنت عزیزان میتونن آشنا بشن. پس خدمت ما خدمتی هستش که برای تجهیز کلیسا هست در قسمت موسیقی و پرستش. برادر فریدبرز من فریدبرز هستم خوشحال هستم. از شایی و قهوه‌ای زیاده که این ولی شما آیا فایل های میدی هم میذارید؟ آیا موسیقی خالی رو هم برای کلیسا این رو آماده میکنید؟ بله. که استفاده بکنید؟ مثلا فکر بکنید که الان یه گروهی دارن در یک کلیسای خانگی در مثلا یزد با هم دیگه جمع شدن، ولی هیچ کدوم عزیزان نوازنده نیستن، هیچ کدومشون دسترسی ندارن به هیچ امکانات موسیقی و پرستش و اینها میخوان خدا رو پرستش کنن چون کلیسای خانگی رو انداختن و با هم دیگه با غیرت دارن مسیح رو پرستش میکنن. خب چگونه میشه پرستش کرد؟ کاری که انجام دادیم این هستش که بعضی از این پرونده های صوتی رو به عنوان پرونده های میدی روی اینترنت گذاشتیم. عزیزان اگه یک دونه از این کیبورد ها یا از این اورک های کوچولو داشته باشن، میتونن برن فایل رو به طور مجانی دانلودش بکنن از روی وبسایت، این رو روی دیسک میذارن توی اورگشون یا توی کیبوردشون میذارن پخش بشه. وقتی پخش بشه میتونن اون آهنگ براشون زده میشه و میتونن باهاش بخونن. زیبایی میدی فایل این هستش که میتونن سرعت موسیقی رو کم و زیاد کنن یا گام هاشو بالا ببرن، مثلا از لا برن به می که بتونه به گام های مرد های زن ها بخوره و در عرض یک آن، در عرض مثلا خیلی راحت بهتون میگم در عرض نیم ساعت با رجوع کردن به وبسایت، یک کلیسای خانگی میتونه بهره مند بشه از امکانات
پرستش کردن که بتونن یک پرستشی در روح و راستی داشته باشن. چقدر عالی. واقعا خیلی کمک میکنه برای اینکه یک جلسه پرستشی رو تکمیل بکنیم. به قول معروف واقعا اگر کسی اون چیزو نداشته باشه که در اون جلسه بخواد بنوازه، واقعا چقدر کمک میکنه. این خیلی کمک میکنه چون که نه فقط میدی هست اونجا، بلکه اشعار هم اونجا هست و موسیقی هم اونجا هست. شما فکر بکنید مثلا یک موسیقی که خداوند به یک بیننده داده و برای دیگران فرستادن، شعرش قشنگه، حالا چون که شعرش در دست دیگران نیست، موسیقیش در دست دیگران نیست، ده نفر دیگه میان از روی حافظه خودشون یک موسیقی جدید براش می‌نویسن. حالا شما یک شعر رو دارید 10 نوع موسیقی مختلف. درست. خیلی حیفه. درست. پس ما میایم اینجا برای حفظ و اشاعه این موسیقی اصلی با امکانات گذاشتیم. پس اگه بیننده‌ای هستش که علاقه‌مند باشن که شعرشون که خدا بهشون داده جای حفظ بشه و در دست دیگر کلیساها باشه، به ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم که در این قسمت خدمتتون بکنیم. خب خدا رو شکر. با هم دیگه من شما گفتین یکی از دوستای من عطای شعر گفتن داره در ایرانه، خواهر عزیزم سهیلا، اگر برنامه رو میبینی مطمئنم شعراش انقدر زیبا و پربرکته، ازش خواهش میکنم که به این سایت مراجعه بکنه و یا شعرهاشو در اختیار ما قرار بده و یا فریبرز که این عطا رو داره که بخواد این شعرهای زیبا رو تبدیل به یک سرودی بکنه که نام مسیح جلال پیدا بکنه، این کار رو انجام بدیم. شاید بعضی وقتا خیلی سخته فریبرز برای ما، میگیم ای بابا حالا ولش کن، ولی من میدونم وقتی این خواهر از در آن واحد شعری از خدا دریافت کردم و اون رو میخوندم و انقدر زیبا و پربرکت بود که فکر میکنم خیلی حیفه اگر نخوان اونو در اختیار بقیه بذارم. پس خواهش میکنم سهیلا عزیز، اینا رو در اختیار ما قرار بده، مطمئنم باعث جلال نام خدا میشه. ما با خدمات مختلفی میدونی خدمت چه زمانی موفق هست؟ زمانی هستش که با دیگران در پیوند باشن و بتونن با همدیگه همکاری بکنن. درسته. من بازم واسه تشویق میخوام بهتون بگم خدماتی که تک خدمتی هستن، از شما تشویق میکنم که درهای همکاری با دیگر خدمات باز کنین. سالهای پیش خدمت فارسی پرایزی که من خدمتشو افتخارش خود بنده هم داده انجام بدم، در پیوندی رو باز کردیم با خدمت کلیسای مجازی و اون موقع اصلا حرف تلویزیون محبت نبود، پژواک نبود، اصلا برنامه ماهواری محبت نبود و مسئول این خدمت برادر عزیزمون ادوین جان هستن که امروز من این افتخار دارم که در کنارشون با همدیگه خدمت میکنیم. ادوین جان، در مورد خدمت کلیسای مجازی که سالها پیش خودت شروع کردی، در موردش مقدار صحبت میکنه. میدونم جست و گریخته در برنامه ها اشارات خیلی خیلی سعی روشون کردیم اومدیم کنار، ولی این مقدار برامون توضیح بده که چگونه این خدمت اومد جلو و بوده خدمت تو فقط کلیسای مجازی نیست، یه مقدار بیشتر برای البته خدمت خودم تنها شروع نکردم، با برادر عزیزم امیل هستش که از اتریش با من ملحق شدم و 8 سال پیش بودم فکر می‌کنم این خدمت رو شروع کردیم و خب خیلی از عزیزان توی ایران کلیسا نمیتونن برن به خاطر فاصله های دوری که دارن، به خاطر جفا، اصلا شاید کلیسایی توی محل خودشون وجود نداشته باشه، اگر باشه اصلا شاید خبر نداشته باشن. به همین خاطر خب از انواع مختلف خبر انجیل رو میشنون، ایمان به مسیح میارن، ولی دیگه رشدی در این اشخاص وجود نداره. ما این فرصت رو ایجاد کردیم، یک کلیسای مجازی رو به وجود آوردیم حدود 8 سال پیش که شاید از 20 نفر 30 نفر شروع کردیم، الان نزدیک بوده 3000 نفر عضو هستن. واو. از عزیز بیشتر اکثر حدود 98% 97% عزیزان از داخل ایران به ما ملحق میشن. ما درس‌هایی رو گذاشتیم در طی هفته، روزای الان روزای پنجشنبه رو نداریم ولی داشتیم روزای پنجشنبه و جمعه و شنبه و یکشنبه رو برنامه داشتیم، الان فعلا روزای شنبه و یکشنبه رو برنامه داریم که خب روزای شنبه رو قسمت پرستش داریم، حدود نیم ساعت عزیزام ملحق میشن، سرودای مسیحی میگذاریم و پرستش میکنیم و بعد موعظه کلام هستش که بعد از اون ادامه میدیم. روز یکشنبه هم که درسای الهیاتی هستش که الهیات سیستماتیک 1 رو با هم دیگه داریم شروع میکنیم به فیض خود از این یکشنبه که میاد. شما دقیقاً یه بار دیگه اگه سری میگذری کاری که ادوین جان داره انجام میده، بیننده های عزیز، دانشکده الهیات مجازی رو دارن از هفته دیگه راه میندازن. وقتی من اینو خوندم دیگه دو هفته پیش در موردش خوندم انقدر افتخار کردم. در این مورد اصلا زیاد صحبت نمی کنی ولی توضیح بدم چون اسمش خیلی آره. چیزه خیلی بزرگ و به نظر میاد دانشکده الهیاتی دانشکده رسمی الهیاتی، نه اصلا نه ما در اون درجه هستیم که این کار رو انجام بدیم و نه همچین قصدی رو داریم، ولی داریم سعی تمام تلاشمون این هست که اون چیزی رو که داریم و عیزان دیگه که دارن، اطلاعات و دانش رو که عیزان در طی سالها کسب کردن، فقط من و امیل و اشخاص دیگه نیستم، کسایی که سالها تو این قسمت رشته تحصیل کردن، الان داریم این قوت و اطلاعات و درسهایی رو که آماده شده رو در یک جا جمع میکنیم و به صورت یک ساختار درسی چارچوب آموزشی یک دانشگاه این رو
داریم ارائه میدیم. طول خواهد کشید مسلماً، شاید یکی دو سالی طول بکشه که تمام قسمت‌ها رو داشته باشیم، ولی به فیض خدا هر کورسی رو که بگذرونیم درس‌های مربوط به اون رو هم پس یک بار دیگه تقریباً 3000 ایماندار مسیحی جوان از طریق اینترنت با هم دیگه جمع شدن زیر هدایت شما و بعدمون امیر و این کلیسای مجازی رو راه انداختید و این 3000 نفر دارین همدیگر رو تشویق و بنا میکنید در الهیات مسیحی، درسته؟ آیا این باز هست برای همه؟ در تاکید کاری که میخوام بکنن، جزوه کوچکی که تازه شروع کرده ادوین، من روز سه‌شنبه خیلی تیتروار اونو به قول معروف میخوندم، خیلی کامله، خیلی آفره. یعنی تمام اصول مسیحیت و آنچه میتونه سوال هر کدوم از حتی مسیحی‌ها یا کسایی که تازه میخوان به مسیحیت ایمان بیارن، خیلی کامل و جامع توش گنجونده شده. واقعا خیلی باعث برکت میشه و تشویقتون میکنم حتما مراجعه بکنین، میتونه خیلی کمکتون بکنه. چطور در ایمان مسیحی حالا میگیم مثلا بیننده های عزیز دارن برنامه نگاه میکنن و وابسته به هیچ کلیسایی نیستن، ولی حالا میگیم خوششون اومده از این مبحث و از این کاری که شما داری انجام میدی، چگونه یک بیننده میتونه بیاد و قسمتی از کلیسای مجازی باشه؟ نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم، چون فضا مجازیه، خب روابط هم خیلی مجازی و خیلی سطحی هستن، ولی اولین چیزی رو که ما خیلی بهش اهمیت میدیم از لحاظ امنیتیه، اگر کسی میخواد عضو کلیسای اینترنتی باشه و سرویس به قول معروف خدمات کلیسا رو داشته باشه، حالا از لحاظ مشاوره هستش، تعالیم هستش یا هر بخش دیگه، ما توی وبسایت فرمی رو داریم که اعضا بعد اون فرم رو پر بکنن برای ما بفرستن، فرم مطالعه میشه و بعد شخص جزء یا عضو کلیسا میشه که بعد میتونیم جزء داخل بکنیم توی خدمات هر قسمتی که هستش، که دیگه بقیه جزئیات رو باید بیشتر با اون شخص در میون بذارید، تماس بگیرن با ما، از شما سوال بکنن، به همون وبسایت اگر تماس بگیرن اعضا میتونن اطلاعات بیشتری رو در این قسمت کسب کنن. ولی حالا این صحبت ها رو کردیم، حالا خدمت فارسی پریز بود، آنلاین کلیسا بود و خدمات های دیگه‌ای که توی این صحبت ها مطرح کردیم، اینا گفته شد که ما این رو بگیم، هر کاری رو که برای مسیح، برای پیشبرد ملکوت، حالا هر چقدر به نظر شاید ضعیف میاد، کوچیک میاد، محدود میاد، اگر اینا رو انجام بدیم، خدمت شما در کنار خدمتی که ما انجام میدیم، خدمتی که در کنار خدمت جنیفر یا عزیزانی که وبلاگ ها رو اعلام کردن و خدمت های دیگه که خیلی زیاد هستن و متاسفانه اسامیشون شاید نمیدونه، وبلاگ هایی که دارن واقعا جان و دل میگذارن، مایه میگذارن، اینها وقتی که کنار هم جمع میشه یک مجموعه کاملی میشه که میتونه کلیسای ایران رو رشد بده. الان ما به یک به نظرم سطح و درجه و جایگاهی رسیده کلیسای ایران که نیاز داره که آن کسایی رو که مسیح ایمان آوردن رو کمک بکنه تا رشد بکنه. یعنی وارد یک فیز جدیدی از رشد کلیسای ایران شده. بیشتر از دقیقه وقت نداریم مدوین جان، ولی میخوام روی حرفی که زدی یک قولی به هم دیگه بدیم، همین الان به عزیزانی که به هم دیگه داریم برنامه نگاه میکنیم و یک خدمتی داریم به هر گونه خدمت در تکنولوژی هست، بیاین یه عهدی به هم دیگه ببندیم، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم نواد، دست به دست هم دیگه بدیم، با هم دیگه همکاری کنیم، به ما تماس بگیرید در امانت و صداقت دوست داریم همدیگر خدمت کنیم، به ما تماسی بگیرید، متبرک میکنیم، میخونیم تمام شما رو برای غیرتتون، برای خدمتتون هر جا که هستید، برای ما ایمیل بزنید بگید خدمتتون چی هست و بتونیم در مورد خدمت شما هم بیشتر صحبت بکنیم. بریم با هم ویدیوی هفته آینده رو نگاه بکنیم و برخواهیم گشت با شما. خداحافظی خواهیم کرد. هفته آینده در پژواک، رحمت خدا بر زنی که باید مفلوج میشد و بحث هفته، مسئله شر. و اما مسئله شر که میدونم فکر خیلی شما از این رو مشغول کرده، یکی از بزرگترین سوال ها اینه که اگر خدا هست پس این همه شر تو دنیا چی کار میکنه؟ پس اگر خدا نمیتونه اونها رو کنترل بکنه چطور خدایی؟ آیا خدا باعث این همه شر توی دنیا هست؟ و خیلی مسائل دیگه. در طول این هفته شما فرصت دارین که سوال های خودتون رو برای ما بفرستین و هفته آینده فرصت مال شماست که با ما تماس بگیرین و جوابای خودتون رو دریافت بکنین. بحث خیلی جنجال برانگیزی هستش، مسلما به هیچ وجه قصد نداریم مسئله رو حل بکنیم، نمیخوایم جواب خیلی مشخصی بدیم، ولی میخوایم در موردش یه مقدار فکر کنیم، تعامل بکنیم و میخوایم هر آن چیزی که ایمانداران تا به الان در موردش صحبت کردن رو، الهیاتان در موردش نظر دادن رو، ما هم یک نگاهی داشته باشیم ببینیم آیا ما میتونیم کمک بکنه بهتر بفهمیم این شرایط رو. شما اجازه میدین که یه دعای کوچیک بکنیم برای تک تک بیننده‌هایی که ما امروز ملحق شدن؟ من خواهش میکنم. خداوند شکرگزاری میکنیم برای تک تک عزیزانی که امروز ما ملحق شدن، برنامه رو نگاه کردن، برای خانواده هاشون دعا میکنم که معرفت تو خداوند حتی از کمبود ما، خداوند زیادی تو بر زندگی تک تک عزیزان بریزه و اونها رو برکت بده، از هر دین، از هر مرامی، از هر فلسفه‌ای
باعث برکت اونها و زندگیشون باشید. در نام مسیح عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا.